درود و عرض ادب خدمت یکایک شما دوستان و هموطنان عزیز و گل. یکم مرداد 1402 برابر با 23 جولای 2023. اتاق بسیار جالبی رو براتون انتخاب کردم. عنوان اتاق: سابقه اجداد ایرانیان هزار سال قبل از قصه آدم و حوا. اتاقهایی که آقای مدی و دوستانشون میذارن. من فایل های صوتی زیادی از اتاقهاشون رو داخل کانال تلگرامیمون گذاشتم، لینک کانال تلگراممونم پایین ویدیو توی کامنت ها براتون میذارم، توی دیسکریپشن ویدیو هم براتون میذارم، میتونید لینک رو از اونجا بردارید و عضو کانال تلگراممون بشید. دوستانی هم که میپرسن بعضی موقع چرا من اتاقهای اینچنینی رو میذارم، تنها یه دلیل داره. ما الان در دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که یه عده از جمله این آخوندهای بی همه چیز دنبال تفرقه افکنی بین ما ایرانی ها هستن. نمیخوان ماها به ایرانی بودن خودمون افتخار کنیم، به خاطر همین میان قوم و زبان و گویش های مختلف رو دلیل میکنن که بخوان بین ماها تفرقه بندازن. اما وقتی معلوماتمون و دانش خودمون رو افزایش بدیم، میبینیم که چقدر این مسائل پیش و پا افتاده هستش و میتونیم بفهمیم که همه ما ایرانی هستیم، همه ما میکس هستیم، همونقدر که من میتونم کرد باشم، جنوبی باشم، شمالی باشم، اهل مشهد باشم، اهل زاهدان باشم. پس بنابراین اینجور اتاقها بسیار مهم هستش. دوستان جوان من، لطفاً اینجور ویدیوها رو شیر بکنید بین خودتون و به دانش خودتون اضافه کنید. الان زمان بسیار مهمی هستش در تاریخ ایران که ما باید به ملیت خودمون که ایرانی بودنمون هستش افتخار کنیم و اجازه ندیم که هیچ گروه و دسته‌ای بخواد بین مردم تفرقه بندازه. لیاقت ما ایرانی ها خیلی خیلی بیشتر از این آخوندهای بی همه چیزه. شعار همیشگی ما: زنده باد ایران ایرانی با شرف، و لعنت به هرچی مزدور و وسط باز و تجزیه طلب و کسانی که دارن به جمهوری اسلامی به هر نحوی کمک میکنن تا دیکتاتوریش ادامه پیدا کنه. قربونتون برم، دم همتون گرم، سپاس. ممنون فرزیدای عزیز، درود خدمت مدی جان، خدمت تمام آقایون و خانمهای محترم، سروران گرامی، همراهان آزاداندیشی، درود و عرض ادب و احترام. خیلی خوش آمدید. عزیزان لطف کنید روم رو به اشتراک بذارید. و بله، درود، وقت بخیر به همگی عزیزان که مستشریف آوردن، رو بیشترم میان دیگه تا ساعت دیگه. ببینید، این بحثا رو من خیلی کردم از دو سال و نیم پیش اینجا. آقای وحدت نسب، دکتر وحدت نسب، دکتر مازیار بنا و آقای دکتر ملک زاده، این سه چهار نفر بودیم که این بحثا رو، دکتر وحدت نسب خودش روم داشت توی این قضیه، رومایی داشت با دو سه نفر از این آدما صحبت کردیم. ما توی این دو سال و نیم خب کسی دیگه نبوده، غیر از این ما کسی دیگه نبوده تو این قضیه تخصصی کار صحبت کنه. و این بحثا بحثای قدیمی، یعنی بحث جدیدی نیست، خیلی بحثای قدیمیه که از دیرباز ما بهش پرداختیم تو همین دو سه سال حداقل تو تاریخ کلاب هاوس. قضیه اینجاست که این بحثی که امروز دارم دو تا قسمت، یه قسمت آرکوژنتیک، یعنی باستان شناسی ژنتیکیه، بدنای ژنتیکی بررسی میکنم در تو اجداد انسان ها، کیا ما کجا بودیم، چی شدیم که ما شدیم، و بعدا در مورد قضیه آدم و حوا صحبت خواهیم کرد، چون علاقمندان به اینم زیاده تو این اتاق و کلا تو کلاب هاوس. حالا سهیل هم اگه برگشت میاد اینجا با ما بحث میکنیم تو این قضیه. بحث تاریخی نداریم، در حقیقت بحث علمی پال آنتروپولوژی، پال آرکولوژی، دیرن شناسی، برسته باستان شناسی ژنتیکیه در حقیقت. بحث تاریخی که نمیشه کرد تو این قضیه. حالا از تقریبا 30 سال پیش آقای لویجی لوکا سکورزا، کاوالی سفورزا ایتالیایی بود، دانشگاه، دو تا دانشگاه ایتالیا درس داد از دهه 70-80 میلادی. ایشون دانشگاه پارما، دانشگاه دیگه ایتالیا، بعد رفت استانفورد. دهه 90 میلادی ایشون اولین پایونر، یعنی اولین پیشگام قضیه باستان شناسی ژنتیکی بود. ایشون پدر همه آدمایی که از نظر قضیه علمی دارم میگم، پدر نظر بایولوژیکی، پدر همه آدمایی بود که به هر حال کار تحقیقات باستان شناسی ژنتیک رو شروع کردن تقریباً 30 سال در اون زمانی که من اومدم از ایران بیرون. بعد این قضیه اول به صورت خیلی آماتور و به صورت رندوم انجام میشد، ولی از دهه 2000 و اوایل 2000 خیلی متخصصین زیادی تو این قضیه پا گذاشتن که حالا اسمای زیادی دارن. حالا من
یه 10 تاشو میتونم بگم. روشاکی یکی از آدمای متخصص قضیه باستان شناسی ژنتیکی، مقالات جالبی تو 2017 18 زیاد نوشت. آقای لازاریدیس که یکی از بزرگترین آدمای باستان شناسی ژنتیکی هست، دیوید رایخ یا دیوید ریخ، ایشون برای یهودی فکرم آلمانی تو آمریکا هست، تو ماکس پلانک تو آلمان هم هستش، ایشون ناریسمان هست، آقای جونده هست، گونده اگه اشتباه نکنم، ماتیسن هست، فوردمن هست، یو یانگ وو، خیلی ها هستن تو الان تو تقریبا نینو مارچی الان یا نینو مارخی دانشجو جدید 35 6 ساله است که فوق دکتراست، ایشون هم خیلی کاراش عالیه، تعقاد زیادی که داره. این که مقاله، سه تا مقاله که امروز من میخوام صحبت کنم، آخرین مقاله رو نینو مارکی که از بزرگترین کانتریبیوتورها بوده. ما در رابطه با سه تا مقاله امروز میخوام صحبت کنم، 2016 در رابطه با ژنوم اولین کشاورزان همین خاورمیانه، یه مقاله دیگه 2018 برای چیز فرستادم برای محمد بکچنل هستش تو آزاد اندیشی، در رابطه با قضیه هتروجنیسیتی، یعنی ایرانیانی که در فرات ایران بودن مثل هم نیستن، یعنی هتروجنوس هستن، هوموجنوس نیستن، از یک پار نیستن، از بدنه ژنتیکی صحبت میکنیم. و یکی هم در رابطه با ژنوم اولین اوریجین اولین کشاورزاست که یه دیدگاه جدیدی نسبت به اون مقاله اولی که من اسپردم 2016 لازاریدیس و بروشاکی نوشته و دقیقا 6 سال بعد 2022 اصلا کلن عوض شد قضیه، یعنی فرضی ها اصلا کلن عوض شدن. و جالبه، باستان شناسی ژنتیک یکی از اون رشته های بسیار پویا و جدیدی هست تو این 20 خورده ساله، هی داره هر روز یه چیز جدید بهش اضافه میشه، مثلا بورینگ نیست مثل تاریخ و جغرافیا که اون چیزای قبلی هستن، هی باید بشونه بعد یه بار اینا رو تکرار کنین، ولی اینا بحثایی هست که خیلی چیزای جدید هر روز ازش کشف میشه، پیدا میشه. به هر حال قضیه جنوم سکونس و دی ان ای اکستراکشن هست که ما اینا رو انجام میدیم. حالا به چه درد میخوره این کار؟ چون خیلی هستن که قبل الان تو این قرن 21 دیگه کر نمیکنه، اصلا براشون مهم نیست، اصلا اجداد ایرانی ها میمونه، شامپانزه است، اورانگوتان 4 دست 10 دست براشون مهم نیست، میان میگن الان چی هستیم. ولی خب اینا مشکل دارن اینجور آدم ها، چون اگر ما ندونیم گذشتمون چی بوده، آیندهمون هم اصلا نمیشه پیش بینی کرد، چون ما هیچ تجربه و هیچ اطلاعاتی از گذشتمون، از اینفورمیشن گذشته نداریم. با توجه به علوم بسیار زیادی که هست، نوروساینس، نوروتئولوژی و خیلی از علوم دیگه، ما میدونیم که همه چیز از گذشته ما رسیده، هم از نظر ممتیک هم از نظر ژنتیک. خب اصلا نمیشه گفت به ما چه، قبلا چی بودیم الان میخوایم چی بشیم، چون خیلی به ما مربوطه چی بودیم قبلا، چون خیلی از بیماری ها و این رفتارها و رفتارهایی که ما داریم از قضیه روانشناسی روانکاوی دقیقاً برمیگرده به نسل قبلیمون، یعنی به قضیه رفتار اجدادمون، و این چیز مهمیه باید قبول کنیم. حالا قضیه چیه؟ قضیه اینجاست که خیلی به اشتباه ما تو این 2 سال 3 سال دیگه خودمون رو کشتیم. سعیدم اومد، سعیدم میاد بالا بعدش، حالا بعد اگه خواست بیاد بالا دست چیز کنه بیارش بالا، چیزو سعید و محمد. ببین ما تو این 2 سال، آره تو این 2 3 سال خیلی بحث کردیم تو این قضیه، خیلی خیلی بحث کردیم، متاسفانه فعلا این همه بحث کردیم باز نتیجه نگرفتیم، چون اطلاعات خیلی ضعیفه و همین که میس اینفورمیشن خیلی زیاده تو این محیط، و این که وقتی حرفایی که زدن، چون من که تخصص اصلیم رو باستان شناسی ژنتیک نیست و ما اصلا باستان شناسی ژنتیسیست نداریم تو بین ایرانی ها، حالا در دکتر وحدت نسب داره یه کاری انجام میده در فوق دکتراش روی ژنوم، ولی ما نداریم زیاد واقعا، فقط چند تا بچه جدید هستن تو این مقاله 2018، اسمشون هم هستن خانم مهرجو اگه اشتباه نکنم، چند تا هستن از دانشگاه تهران، یه بایومدیکال هستن و ژنتیسیست هستن ولی متخصص ژنتیک پاپولیشن یعنی جمعیت شناسی نیستن، ولی خب در سوئیس، در آلمان، آمریکا، انگلیس و همین ماکس پلانک و در سوئیس هم آدمای حرفه‌ای ژنتیک پاپولیشنیست داریم، یعنی پاپولیشن جمعیت ژنتیسیست داریم که اینا بیشتر رو انشید دی ان ای و انشید یعنی ژنوم کار میکنن، رو مثلا ژنوم امروزی کار نمیکنن، ژنوم های 100 هزار ساله، 50 تا 100 هزار ساله، حالا به هر حال داریم چیزایی که پیدا کردن از هوموسپیانا، ولی خب از تقریبا 40 خورده هزار سال پیش خیلی دیگه از اینها ما فسیل پیدا کردیم و جمجمه ژنوم سکونس کردن. حالا این کار بسیار مهمه، چون که اگر ما واقعا جدمون رو نتونیم تریس کنیم و بدونیم ماها از کجا اومدیم، خب دیگه سخت مقداری در تاریخ دیگه بعدمون صحبت کنیم، چون که برامون مهم نمیشه دیگه، مثلا میگیم ما هر کی. حالا این قضیه برای منه که خب تو این 5 6 سال دارم کار میکنم، خیلی هم خب جالبه، حالا شاید برای همه جالب نباشه که اصلا اجداد ایرانی ها و میدلیستی ها کی هم. این توضیح بسیار مهمه،
چون که به ما یه چیز خط درست میده تا ما بیشتر بهتر فکر کنیم. حداقل مشکلات دعواهایی که بین قومیت وجود داره الان داره شدت میگیره تو این 10 سال اخیر، مخصوصا تو این 100 سال خیلی هم شدید شده تو این قضیه ها مشخصه در پشت دستایی هستن. ما میتونیم با این کار اینا رو دفع کنیم، یعنی اینا رو دیگه دفع کنیم و بگیم بابا جون همه هم مثلا همه چه فرقی داره مثلا کرد و لوری مثلا ترک و فارس. حالا این قضیه برای من از این جهت هم خیلی مهم نیست، چون منظره بحث علمی میخوام کنم، من که نمیخوام بیام دعوا بندازم یا دعوا رو کم کنم، میخوام یه خط سیر رو نشون بدم که مردم دوست دارن برن دنبال کنن، بیشتر اطلاعات جمع کنن. ما تا همین 20 سال پیش اطلاعاتی واقعا نداشتیم که از اجدادمون، یعنی حداقل ایرانی ها و میدرستی ها کی هستن. تا همون 20 سال پیش همه همون چیزایی که فکر میکردیم، نژاد آریایی داریم، نژاد ترک داریم، نژاد کرد داریم، همین دعواها هم خب همین 30-40 سال پیش هممون میکردیم به هر حال دیگه، چون سطح سوادمون همینقدر بوده، دانشمون همینقدر بوده، زیاد چیزی نمیدونستیم روی قضیه. ولی خوشبختانه با قضیه که امروزه ما داریم دیگه اینطوری نیست. ما با توجه به پیشرفت فناوری خیلی زیاد و تکنولوژی و هم قضیه علمی و دانشی که داریم دیگه به اونطوری فکر نمیکنیم. ما اصلا کلا چی رو فکر میکنیم؟ به نتیجه میرسیم که قضیه، اگه اجازه بدین آقای محمد من جواب رو عوض کنم، قضیه کلا فرق کرده به طور کلی و این قضیه اینطوری شده که ما الان فعلا با توجه با تحقیقاتی که زیادی که انجام دادیم، نسبی البته دیگه، به صورت نسبی ما 100% تو قضیه علمی نداریم، یعنی اصلا الان ما هر چی میگم شاید مثلا 50% 70% و بعدها عوض بشه این قضیه و نظریه. ولی خب بیسش به هر حال ما میدونیم که قوی هست، بیسایی که صحبت میکنیم قوی هست، ولی خب دیتیل ها شاید عوض بشه. ما به این نتیجه رسیده بودیم با توجه با این 3 تا مقاله‌ای که من گفتم تو هم کانال آزندشی قرار دادم که همشون هم انگلیسی فارسی نداریم، فکر نکنم کسی ترجمه کرده باشه اینا رو، به این نتایج رسیدیم که خیلی جالبه، نتایج جالبی ما گرفتیم تو همین 7-8-10 سال اخیر و مخصوصا تو این 3-4 سال اخیر که مقالات زیادی چاپ شده از باستان شناس ژنتیسیست و حالا بایو مدیکال ها، ژنتیسیست ها، انشی دی ان ای، کسانی که رو انشی دی ان ای مولکولار کلاک کار میکنن، مولکول دی ان ای کار میکنن و کسانی که رو قضیه ژنتیک پاپولیشن یعنی جمعیت ژنتیکی کار میکنن، که البته بیشتر روی قضیه قدیمه دیگه، یعنی جدید نیستش. اینها به این نتایج جالبی رسیدن که این نتایج جالب اینه که من الان شروع میکنم به صحبت کردن. یک، ما از کجا اومدیم، یعنی دست گروه بندی ما، خب مردم میدونیم هوموسپیانیم ما بیشترمون دیگه، یعنی ما تقریبا 80% مون هوموسپیان، حالا 80% مون هوموسپیانای اخیره، نه خیلی قدیمی. ما چندین دسته مهاجرت هوموسپیان داشتیم که من 10 دفعه صحبت کردم تو این زمینه، دیگه تکرار نمیکنم چون خسته کننده میشه. الان برین گوش کنین تو اتاق قبلیم که گفتم مثلا ما 4-5 تا مرحله داشتیم که اینا مهاجرت کردن، آخرین مهاجرتش بین الان 90 تا 55000 سال پیش، البته 55000 سال پیش رد شده دیگه، چون ما تو لاوس و تو استرالیا و تو خود ایران و تو خود اروپا و تو خود اسرائیل دیگه قدیم تر از این پیدا کردیم، تو ایران نه، ایران 54000 خورده یه هنوز تو کلدر قرقار کلدر، ولی تو این جایی که اسپوردن بالای 60000 سال پیدا کردیم، تو اندونزی هم همینطور. پس نشون داده میشه مهاجرت بین 90 تا 75000 سال بوده که بحث بیزل یوریشن هم بین 100 تا 75 75 تا 50000 ساله در حقیقت بیزل یوریشنه که بیشتر ما ایرانی‌ها از اون هستیم. تا همین گفتم 10 سال پیش ما زیاد چیزی نمیدونستیم که آقای لازریدیس و میتن، آقای میتسن و دیوید رایخ و نارسیمان و خیلی‌ها هستن که کار می‌کنن رو قضیه ژنتیسیست هستن و انشی ژنتیک کار می‌کنن، مقالات جالبی نوشتن تو این همین 7-8-10 سال اخیر، نشون میده ما ایرانی های فلات، وقتی از ایرانی ها من صحبت میکنم، باز 100000 دفعه صحبت میکنم اینو بگم، من از زبان ایرانی صحبت نمیکنم، زبان هندو ایرانی بالای 4000 سال، زیر 4000 ساله که پروتو هندو ایرانیش مثلا 4200 تا 4500 ساله، خود هندو ایرانی زیر 4000 ساله، من 4000 سال هنوز کاری ندارم، یعنی با این عصر برنزه، برنز از 5300 سال پیش شروع میشه، ما اینو میبریم عقب، یعنی من اینو دارم میگم 100000 سال عقب، 70000 سال عقب نسبت به این چیزی که الان گفتم. دارم بحث میکنم اولین بدنهای ژنتیکی که در فلات ایران شکل گرفت کیا بودن، این مهمترین چیز. اگه اینو ما بتونیم حداقل با نسبیت زیاد بفهمیم کارمون حل، یعنی این دیگه کارمون حل میکنه این قضیه. و چی رو میفهمیم ما؟ اینو میفهمیم که انسانهایی که به نام هوموسپیان بودن، یه مقاله جدید دیگه هم در اومده، 2 تا دیگه مقاله برای 2022 و 2021 که خیلی قشنگ توضیح میده
که کیا اول اومدن بیرون، که حالا من گفتم یه اردی هوموسپینی بودن سال 30,000 سال 35,000 سال پیش ریختن بیرون، قضیه تنظیم جدیدی هست که من هفته پیش اعلام کردم صحبت کردم، بعد اومدن اینا از بین رفتن، یه بار دیگه اون 97,500 سال اومده، حالا با اکسپلوژن 74,000 سال داریم، بعد از اون شاید اصلا بعضی از اون هوموسپینی مثلا ریتریت کردن به آفریقا، بعد یه بار دیگه اومدن بیرون تو چند مرحله، اونم رو بحث خودشو داره. این انسان هایی که اومدن بیرون به احتمال قوی یه دستشون آیزولیت شده از دسته های دیگه اوراسیایی غیر آفریقایی که به اینا ما میگیم بیزل یوریشن، یعنی با بیزل یعنی اوراسیایی های استبدادی، یعنی چی میگن بنیادی، یعنی اولیه، بیزل یعنی اولی، خیلی خیلی پیورتره نسبت بقیه. این بیزل یوریشن ها یعنی بعضی بین 100 تا 75,000 سال، بعضی 75 تا 50,000 سال میگن، یه دسته ای بودن که انگار آیزولیت شدن، یعنی مجزا شدن از دسته های دیگه بدن ژنتیکی که از آفریقا اومدن بیرون که نون آفریکن ایسترن یوریشین و وسترن یوریشین ما بینا میگیم. بعد ها این دسته میان از سمت کجا؟ شمال آفریقا، شرق آفریقا، بین شبه جزیره عربستان، یمن و شرق عربستان و جنوب ایران بودن، یعنی این گروه تو این محدوده بودن، یه متا پاپولیشن تشکیلی میدادن اینها که جنوب آسیا هم تحت تاثیر قرار میداد به احتمال قوی. این متا پاپولیشن به نام بیزل یوریشن که البته ما جایگاهش هنوز نمیدونیم، دیتش هم دقیقی نمیدونیم، چون که به این میگن گوست پاپولیشن، به اینا میگن گوست پاپولیشن، یعنی جمعیتی که محسوس نیست، گوست یعنی دیده نمیشه به این راحتی از نظر بحث فیزیکال و هم از نظر سمپلی و هم از نظر قضیه بدن ژنتیکی. حالا این گوست پاپولیشن مهمه، شاید بعدا تغییر کنه این قضیه، و این قضیه این است که فرنس شما صحبت داری؟ شما تموم نکردم هنوز. هم از باز شد. بعد این قضیه اینه که بیزل یوریشن های 70 حالا تا 75 تا 45 49 50,000 ساله، حالا 100 تا 75,000 ساله تو دیتینگش ما مشکل زیاد داریم. چی شده؟ اینا یه جایی تو همین محدوده ای که من اس بردم بودن، ولی ادمیکسچر یعنی مخلوط و آمیزش با ناندرتالان نداشتن، یعنی خیلی از ما ایرانی ها خوشبختانه حالا با ناندرتالا آمیزش نداریم، که البته این 100% نیست چون بعدها مخلوط میشیم ما بعدها، ولی این دسته در اون 70 دوره 70 تا 50,000 سال 75 50,000 سال ادمیکسچر با ناندرتالشون خیلی خیلی پایینه، یعنی چی؟ با قدرت بیشتری ما میتونیم بگیم آدم هایی که تو شبه جزیره عربستان، عرب نه ها، من عرب کاری ندارم، بنا عرب من ماکسیمم 3000 ساله، من دارم از 75000 سال بیشتر میگم که اصلا زبان نبوده اون موقع، که یعنی بوریان لنگویج هم تو نبوده که خیلی قبول ندارن، چه برسه به زبان مثلا هندویانی یا سامی. ما از چیا داریم صحبت میکنیم؟ از اولین هوموسپیانا صحبت میکنیم، اینا در شبه جزیره عربستان به احتمال قوی خالص ترین آدما هستن، البته این زمان عامیانی من دارم صحبت میکنم و که اصلا خالص در بحث ژنتیک اصلا معنی نداره، ولی منظورم چیه، اینا واقعا هیچ ادمیکسچر یا آمیزشی با ناندرتالا نداره. خب این است. حالا اینا کی بودن؟ این بیزد یوریشن ها قیافه های مختلفی داشتن که بر میگره به همون آفریقایی که ما از شرق آفریقا و مرکز آفریقا اومدیم بیرون از 100 تا 75,000 سال پیش. یه دسته ما همین بیزد یوریشن هستن، یه دسته شون میره در همین جنوب شرقی ایران که سیستانی ها، بلوچی ها، زابولی ها و آدم های آیلندر، یعنی آدم های جزیره یه قشم و کاش می قشم و کار که اینا هستن، که اینا یه مقدار با ما فاصله، یه مقدار کوچیک با ما فاصله دارن با ایرانی های سنترال، ایرانی های مرکزی و غربی، از ژنتیکی دارم میگم، زبانی نه، زبانی اصلا کاری ندارم من اینجا، اصلا از زبان من صحبت نمی کنم که بعدا صحبت خواهم کرد. آخر اینها انگار یه دسته از این آدمایی که از شرق آفریقا اومده همزمان با همین بیزر یوریشن که یه دستهشون میشه وسترن یوریشن، غرب میرن و غرب وسترن یوریشن میشن. بزن اینا یه چیز اومد بالا. بله. فقط اینکه آقای محمد عزیزی بدید ما صحبتمون تمام بشه بعد هر کی دوست داره بیاد. بله بله من اینو اعلام کردم. دوستان لطفاً هندیز نکنید. شما من جان میگید که شما بالا نیارید. بله تا فعلا صحبت ها تمام بشه تا بعد نیم ساعت آخر دوستان اگه سوالی داشتن تشریف بیارن. بفهمید جان ادامه بدید. صحبت میکنه همین، نگران نباشید اینجا ما هستیم. بله یه دسته میره به این سمت شرق و جنوب شرق ایران، سه تا تیکه میشن، ترایفورکیشن به اینا میگن، سه تیکه میشن اینا. تیکه اصلیش میشه به نام اونگی آندامانی ها، یک AASI به اینا میگن، انسسترال انشید ساوت ایندین، جنوب ایندین، یعنی انسسترال ها به فارسی رو من نمیدونم، انسسترال میشه جدی دیگه بکنم، جد قدیمیه، یعنی جنوب غربی جنوب هندی ها، که البته اینطوری معنی نمی کنن، فارسیش ذره ضعیفه ولی ما اینطوری در معنی نمی کنیم ما. به هر حال
یه دستشون میرن به سمت ابروژینال استرالیایی میشن، ملینیشن استرالیا ملینیشن میشن، یه دستشون هم جنوب شرقی آسیایی میشن و شرق آسیایی میشن، که این ور ما کاری نداریم فعلا، چون این در این دست اصلا انقدر پیچیده است هیچ کس با قدرت نمیتونه روی زمین صحبت کنه، خیلی پیچیده است این سمت. هم جمعیت این ور، خب قرار میدونیم جمعیت بالای چی میگه 60% 70% جمعیت دنیا تو همین سمت هستن، یعنی در همین سمت جنوب شرقی ایران، جنوب آسیا، شرق آسیا، جنوب، یعنی دقیقاً هند و چین و اندونزی و پاکستان و اینا هم یه 3 میلیارد خورده 4 میلیارد جمعیت دارن. این سمت ما اصلا کاری نداریم، خیلی پیچیده است این سمت، خیلی پیچیده است، ولی یه مقدار جین فلو داریم ما از جنوب آسیا و شرق آسیا، یه مقدار لمه کوچیک، چون بین شرق آسیا و جنوب، یعنی غرب آسیا و شرق آسیا یه قضیه متا پاپولیشن تا تقریبا 37 تا 40 هزار سال پیش وجود داشته که بعد اصلا میگه جدا میشن و کستانکی که یه مسایتی از در روسیه از 37 هزار سال پیش نشون میده که آدمهایی که اون زمان زندگی میکردن در این منطقه، میشه گفت همین طرفای اوکراین، شمال اوکراین امروزی، اینا یه مقدار نمای به اروپایی امروزی نزدیکترن تا به شرق آسیایی ها. تا قبل از اون بین 45 46 هزار سال تا 37 هزار سال پیش خود آدمایی که در اروپا بودن مثل اوآسوان، اواستو، باچوکیرو، مثل زلاتکوم، خیلی هستن، اسمش که من دارم میگم خیلی بد به نظر میاد به فارسی، ولی اینا اسمای محلیه دیگه، زلاتکوم یا باچوکیرو، در اینا اسامی خوبی نیستن به فارسی، ولی حالا اینا اسامی خود محلی اونجا، اینا نشون میدن که اینا قیافتا و جیازر بدن ژنتیکی اصلا شبیه اروپایی امروزی نبودن، نه همشون یه حالت شرق اوراسیایی مثل اسکیموها، مثل دنیسومنها، مثل قد کوتاه سیاه چرده و اصلا ربطی نداشتن، ولی اونا بودن اینجا چون اولین دسته بودن که اومدن. اینا به احتمال قوی ما بیزل یوریشین هایی که در همین منطقه که من اسم بردم، یه مقداری از اینا بهتر، از چهره بهتر بودیم، قیافه بهتر بودیم، پوست بهتر بودیم، مثلا سفیدتر بودیم، ولی هنوز اینم 100 درصد نیست. حالا این دسته ای که بیزل یونیشن هستن، ما ایرانی هایی که از 45 هزار سال پیش در این سرزمین فلات ایران داریم شکل میگیریم، حالا قاره کلدری یکی نمونشه، 54500 که انگار از اینجا به سمت اروپا رفتم، آناتولی و اروپا رفتم، ولی خب لوانت هم هست، یعنی دقیقاً بغل زاگرس، کلدر، لوانت هم هست، دو تا چیز پیدا کردیم، منوت کیو و یکی دیگه پیدا کردیم که همه همسن همین قضیه قاره کلدر هستن، که ما مشخص دو شاخه میشن، یه شاخه میاد به ایران که میره به قفقاز و جنوب شرقی و به شمال شرقی، یه دستم از لوان میره به سمت آناتولی و به سمت اروپا، که البته اون رو هم روش باید بحث کنیم، به این راحتی نیستش. حالا قضیه چیه اینجا؟ قضیه اینجا خیلی جالبه. من شرمنده صحبتتون رو قطع کردم، من یه نکته شما گفتی بهتر فکر کنم بگیم تفاوت داشته باشیم، کلمه مناسب تری باشه. آره دیگه، حالا من چه قصه آمینه بعضی وقت حرف می‌زنم. آره بهتر چون... که اصلا معنی نداره. آره برداشت معنی نداره بهتر. شاید آره. چه مثلا چه از ناسیونالیستی میشه. اصلا بهتر ما تو قصه ژنتیک بهتر و بدتر نداریم. مثلا یعنی چی؟ ما این مثلا حالا مثلا آمینه بعضی وقت میگم که بیشتر آدما یعنی هم حال کنه هم بفهمن. خب قضیه اینجاست که پس این آدمایی که میان بالا به سمت فلات ایران با خودشون یه ابزارسازی میارن که سینونیموس میشن با همون ابزارسازی. ما میدونیم امیره و احماریان در لواند از 60 هزار سال پیش به اینور میدل پالورتیک هستن که از موستریان و لولوآ به وجود میاد، که اونها هم سنگ ابزار سنگسازی بسیار پیچیده هستن که در 250 هزار سال پیش به اینور در خود ایران هم بوده به احتمال قوی. ولی از اینور هم که نگاه میکنیم در ایران یک کالچر دیستینکت، یعنی مخصوص برای خود زاگرس به وجود داره میاد از 39 هزار سال پیش به نام بارادوستیان کالچر. کالچر که من میگم فرهنگ، اینجا فرهنگ زبانی نیست، فرهنگ سنت در سنت ابزارسازی و سنت سنگسازیه، این اصلا ربطی نداره قضیه. من وقتی اینجا تو 40 هزار سال پیش من میگم فرهنگ، منظورم فرهنگ قومی ملیتی زبانی 5 2 هزار ساله نیست، من منظورم ابزارسازی و صنایع ابزارسازی و صنایع سنگی هستش. این بارادوسیان بهش ما میگیم یعنی اینیشال اپر پالوتیک، یعنی پارین سنگی زبرین اولیه، که داره یو پی هم میگن، آی او پی هم میگن، البته قضیه ترانزیشن هم هستش تقریبا از مستریان به قضیه اپر پالوتیک، که اون ترانزیشنش من زیاد در دیتیل نمیرم. این بارادوسیان نشون میده که فقط در زاگرس و یه مقدار در زاگرس هم عراق هم در ایران، شانیدار چه بشانیدار زارزی که حالا بعداً بارادوست رو چند تا دیگه جا داریم در این منطقه شمال و مرکز عراق و خود ایران مرکز شمال و
مرکز ایران و قفقاز یکی بوده. میشه گفت اینا بدنه ژنتیکی مشترکی داشتن، این آدمایی که من اینجا این چیزو گفتم، این جغرافیا رو دارم بهتون میگم، چون احتمال میده اینا همون بدنه ژنتیکی هستن که بعدا جی جی 1 جی 2 جی ازش در میاد و ای به احتمال قوی، چون دی و سی و دی ای هم به نظرم تو شبه جزیره عربستان، چون اولین شاخه بیز دیوریشنه بعد در شبه جزیره عربستان شکل گرفته باشه یا در شمال مصر، شمال آفریقا، چون اونجا اولین آدمایی بودن که اومدن بیرون یه قبل از ایران، بعد اونجا شکل گرفته باشه و طبیعتا میشه گفت که بیز دیوریشنه که در عربستان بودن از ما یه ذره قدیمی ترن طبیعتا از نظر بدن ژنتیکی. ما ایرانی هایی که به ما میگن آپر پالوتیک به احتمال قوی بالای 70% بدنه ژنتیکمون از کی بوده؟ از همین آدمای بیزر یوروشنی که در کجا بودن؟ در شبه جزیره عربستان بودن، شرق و تقریبا جنوب شبه جزیره عربستان و جنوب ایران. حالا رفته رفته ما هی داریم ترکیب میشیم با محیطمون، هنوز LGM شروع نشده، Last Glacial Maximum، یعنی عصر یخبندون 26000 سال پیش که شروع میشه، هنوز 20000 سال، تقریبا 15000 سال ما تفاوت داریم. آب و هوا خیلی گرم نیست ولی خب مرطوب و جالب هست تقریبا برای اینکه انسان‌ها بتونن جایی شو، همه هانتر گدرر یعنی شکارچی بودن، یک جانشین نبودن که 40 خورده هزار سال پیش، همه یک جانشین نبودن، همه شکارچی بودن و به خاطر تهیه غذا بعد خیلی مسافات رو طی می‌کردن و حالا برای مسائل دیگه. به هر حال این ایرانی های اولیه بارادوستیان کالچر رو ابداع میکنن که از لوکال ترانزیشن از موستریان به همون آپر پالوتیک هست. اینها با قفقازی ها و حتی شمال عراق و مرکز عراق از بدن ژنتیکی تقریبا میتونیم بگیم یکی، تقریبا یه حقیقت قطعی نیست یکی باید باشن، اما این بارادوستیان تقریبا روی 20000 سال دووم داره که البته لوکالیزیشن هم میشه، مثلا ما در قاره بوف اصفهان اصفهان فارس یه دیگه یه نمه دیگه از این کالچر، اسم دیگه رحمت آباد بهش میگن، رحمتیان کالچر بهش میگن، این در واقع نمه های کالچر لوکال هم پیدا میکنه، طبیعتا شاخه های لوکال پیدا میکنه و طبیعتا چیز عجیبی نیست که ما اینا رو هم داشته باشیم. به هر حال این برای تقریبا 20000 خورده هزار قبل از اینکه LGM شروع بشه، از 26000 سال پیش، انگار یه متاپاپولیشنی هم بین کل اروپا، نه کل اروپا، شمال اروپا رو کاری نداریم، شمال اروپا همیشه زیر یوغ عصر یخبندون و گلاشیار بوده، همیشه خیلی سرد بود برای زندگی، طبیعتا تک تو آدم زندگی میکرد، ولی مرکز غرب و جنوب غربی اروپا طبیعتا جاهایی بودن که هانتر گدرا شکارچی های آپر پالوتیک اروپایی زندگی میکرد از دیرباز، از 45-50000 سال پیش، مثلا اون که تو ایران بودن. اما انگار از 20 خورده یعنی قبل از اون یه متاپاپولیشنی که گستردگیش از همینجا بوده، لوانت رو در نظر میگیره، آناتولی، قفقاز، یه قسمتایی از ایران، غرب ایران رو تحت تاثیر قرار گرفته بود، یه متاپاپولیشن، یه جمعیت ابر، جمعیتی که کلا تو این مناطق پراکنده بودن، کمابیش هم با هم از نظر ژنتیکی خیلی قرابت و نزدیکی زیادی داشتن. اینا از 26000 سال پیش به خاطر LGM، یعنی اون عصر یخبندون، آخرین عصر یخبندون که خودش دوره‌های مختلفی داره که الان توضیح میدم، به احتمال قوی یواش یواش دارن به سمت آیزولیشن یا به صورت چی آیزولیشن دارن پیش میرن، یعنی جدا میشن از هم دیگه، این متاپاپولیشن تجزیه میشه، مثل یه ابری در نظر بگیرید که خرد میشه، خرد میشه، جدا میشن از هم دیگه، تجزیه میشه و آیزولیت میشن، هی آیزولیت میشن. حالا بعد از تقریبا 20000 سال، تقریبا 5-6000 سال، 20000 سال قبل، خود غربی ها یعنی خود همین اروپایی ها دو تا دسته میشن، ایستم یه دو تا دسته میشه، بعد ما قضیه اینی داریم که اولد استرایس ها داریم از 18000 سال پیش به این ور، بعد ها بولینگ آلرد داریم، یک از قضیه پالوکلیماتولوژی بولینگ آلرد که قضیهش از 14700 سال تا 12860 سال است، اولد استرایس هست، بولینگ هست، اولدر درایس هست، آلرد هست، بعدن یانگر درایس هست. اینا در طبقه بندی های هستش، استیدال و اینترستیدال هستش. آب و هوا گرم سرد، گرم سرد. دقیقاً مثل این بازی اله کلنگ در حقیقت، و این باعث خیلی بدبختی ها میشه. یعنی ما تاریخ ایران میشه گفت از نظر بحث بدن ژنتیکی لطفش از همین LGM شروع میشه. اگر LGM وجود نداشت به احتمال قوی ما امروز کلا خیلی پراکنده تر، خیلی آن میکستر، یعنی خیلی میکستر بودیم، خیلی هم شبیه همه بودیم مثلا کلا. با اینکه الان هم هستیم، ما ایرانی الان کلا همه جور آدم دارن، قدای بلند سفید، قدای کوتاه سیاه، حالا کلام زشت و خوبم کاری نداره مثلا کلا، بس نشون داده میشه به خاطر همین آیزولیشن ها به لطف LGM هم قفقازی ها CHG یعنی کاکوشن هانتر گدره داره تشکیل میشه،
هم خود ایرانی یواش یواش دارن خود اون بدن ژنتیک خودشون رو یواش یواش ایجاد میکنن که بعد زارزیان کالچر شروع میشه و در شمال هم از یه ترایل تین کالچر رو داریم از 16 17 هزار سال پیش که ما به اینا میگیم مزولوتیک. مزولوتیک ایرانیان تقریبا میشه گفت 60 خورده درصدشون همون بیزل یوریشین هستن، بقیه‌اشو به احتمال قوی سات وست ایشن هانتر گدر جنوب غربی آسیا، شکارچی های جنوب غربی آسیا و بیشترش از همین اینی ها هستن. اینی ها کیان؟ همین آدمایی که از جنوب غربی سیبری بین 24 تا 17 هزار سال پیش در حال شکل‌گیری بودن از نظر فرمیشن بدن ژنتیکی و به احتمال قوی آر از همینجا، یعنی آری که ما بعدا در بین آریایی ها می‌بینیم همین از همینجا از 15 تا 17 هزار سال پیش، خود آر حتی قدیمی‌تر از ایناست، کیو آر 30 خورده هزار سال پیشه، آر چی سستار خیلی قدیمی‌تره، ولی قضیه آروان ها، آروان آر 2 آر 1 و آر 2 رو به احتمال قوی از تقریبا 15 تا 17 هزار سال پیش در این منطقه شکل میگیره و بعدها اینا مهاجرت میکنن. به اعتقاد خیلی از پالئانتروپولوژیستا این مهاجرت در فلات ایران اتفاق میفته، در اون زمان آب و هوا بد نبود در 15 هزار سال، به نظرم همون بولینگ آلورد بوده، یعنی همون زمانی که آب و هوا مرطوب میشه و سرد نیست میریزن، چون اونجا آب و هوا مثلا سردتر بوده نسبت به فلات ایران، میریزن به سمت فلات ایران و از اینجا به سمت قفقاز میرن و قفقاز به سمت آناتولی و جاهای دیگه که به احتمال قوی قضیه علل یا ژن موی بلوند و چش آبی رو همین آدما میارن با خودشون پخش میکنن به همه جا، یعنی به قفقاز، ایران، از ایران به سمت پاکستان و هند میره. میدونیم که الان تو پاکستان و هند هم آدمای قد بلند و سفید مو بلند و چش آبی داریم ما، کار خیلی نه، ولی خب چون دایلیوت شدن دیگه واسه مهاجرت های زیاد بیشمار دیگه، خب طبیعتاً کمتر شدن، ولی بیشتر در اروپا بیشتر هستن چون مهاجرت های به اون سطح کمتر بوده از 7000 سال پیش. حالا ببینم چه جالبیه که برای بررسی بعد انجام بشه، ولی کاملا اینها آدم هایی بودن که به احتمال قوی از خود اینی های جنوب غربی سیبری با ایرانیان نئولوتیک و مزولوتیک ریلیتد پیپل ریختن در آناتولی بعدها و اونها همون گوبکلی تپه رو ساختن، یعنی ایرانی ها نبودن، اشتباه نگیرید، نظر بدن ژنتیکی دارم صحبت میکنم من، ولی خب به هر حال قضیه آناتولی و گوبکلی تپه پیچیده‌تر از این حرفاست. به احتمال قوی از باقی مانده فرهنگای جنوب شرقی اروپا و مرکز اروپا، شمال آفریقا، تو همون لوانت، آناتولی، هاناتیک هانتر گدرر و خود ایران، یعنی 5 6 تا طبقه بندی چی میگم میکس بودن که البته این هنوز مورد قبول خیلی قرار نگرفته. باز میگن که همین گوبکلی تپه ها رو کیا بودن؟ همون آناتولیان هانتر گدر، یعنی شکارچیان آناتولی مرکزی به وجود آورده و اصلا ربطی به ایرانی های نئولوتیک ریلیتد و حتی ایرانی نداره، که البته این بحث هم بحث سنگینیه. حالا ما از یه جا دیگه چی داریم؟ میفهمیم که در تقریبا 26 هزار سال پیش ما سه دسته میشن، این متاپاپولیشن ها سه دسته میشن، یه دسته مرکزی که همون قفقاز و شمال ایرانه، یه منطقه شرقی که همون شرقی ها یعنی ایرانی ها هستن فلات ایران و مدیترانه، و دو قسمت هم غربی هستن که کجا هستن؟ از خود اروپا تا غرب اروپا. بس اینطوری ما میتونیم بگیم سه دسته میشن اینجا. باشه چی میگن؟ آره بله، همه آقای بهرامی هم اشاره کردن، رستمیان هست، باشه قضیه داره، رستمیان رحمتی نیست، رستمیان هستش در غار بوف که اونم تقریبا برمیگرده بین 30 خورده هزار سال قبل در جنوب غربی زاگروس طرفای استان فارس امروز از خاربوف تحقیق شده واسه خیلی از متخصصین. به هر حال قضیه اینجاست که این سه تا تیکه که میشن، ما تیکه شرقیش هستیم، تازه بین شرقی و مرکزی همیشه جین فلو بوده، یعنی با هم دیگه رابطه داشته، ولی هیچ رابطه بین دوتا با غربیا کم بوده، اما یعنی خود ایرانیا رابطه با غرب و کلا بسته میشه از 15 16 هزار سال، اما همین مرکزیای قفقازی هم با غرب رابطه دارن هم با ما رابطه دارن، ولی غرب یعنی قفقازی انسستر اجداد ما ایرانیای زاگرسی نیستن. خیلی بحث پیچیده است تو این قضیه، یعنی انقدر پیچیده است که به نظر من باز نکنم این بحث، چون اگه باز کنم فکر نکنم کسی مثلا بتونه بفهمه منظورم چیه، چون بحث بس باستان شناسی ژنتیکی خیلی سنگینیه، یعنی شما باید خیلی در علما رو بلد باشین، بعد تازه بیان یه مقدار اکسترکت کنین اینا رو از هم دیگه و بتونین بفهمین. همینطوری فقط جنرالی بگم که ما ایرانی هایی که از زارزیان، کالچر زارزیان، یعنی حالا بعضی میگن 15 هزار سال قبل، بعضی 18 هزار سال قبل، بستگی داره، حالا باز بحثش هست، ما ایرانی دیستینکت بودیم، یعنی ماها از بقیه جدا شده بودیم از نظر قضیه بدن ژنتیکی، ولی با قفقازی بیشتر شبیه و قرابت داشتیم تا مثلا با لوانتی یا مثلا با آناتولیا.
یا غربی ها، اما باز انسستور اجداد ما همه یکی بودن. یعنی نشون میده که ما از یک جد مشترکی اومدیم، از یه ماتا پاپولیشنی که اینا در طول زمان به خاطر قضیه آب و هوایی و خیلی چیزای دیگه از همه جدا میشدن، ولی جین فلو داشتیم بعضی وقتا، بعضی هم نداشتیم، بعضی وقتا اجدادمون یکی بودن، بعضی وقتا هم نبوده. حالا این هم خیلی جالبیه. حالا این ورم از شرق و جنوب شرقی اگه نگاه کنیم، تا همین 3-4 سال پیش نارسیما اینا فکر میکردن که مثلا ایرانی های زاگرس که حالا اون زمان دراویدی هم به اینا میگفتن، چون دراویدی یعنی اصل در زاگرس تشکیل میشه از قضیه زبانی و حتی پخش میشه به سمت جنوب شرقی، میگفتن از 10,000 سال 8,000 سال پیش وقتی بدنه ارلی نئولیتیک فارمرز یعنی اولین نوسنگی کشاورزان ایرانی زاگرسی تشکیل میشه، از بین 12 تا 10,000 سال پیش که الان 12,000 سال ما بردیم عقب، اینا بعد از 2-3,000 سال پخش میشن به جنوب شرقی و شرق ایران که سنگ چخماق و قضیه حالا اصلا هوتو و کرمرمد فرق داره. هوتو کرمرمد از نظر بدن جدی بس میشن به همین قفقازی ها، جنوب قفقازی ها، از نظر زبانی و از نظر چایلتی هم و از نظر فرهنگی که زارزی هم بعدن به اونجا هجوم میبره، ولی از نظر بدن جدی بیشتر شبیه قفقازی ها هستن، یعنی آدمای که مازندرانی و گیلکی هستن بیشتر به همین قفقازی ها از نظر بحث بدن ژنتیکی برمیخورن که از همین فرهنگ ترایلتیان هستن که البته زارزیان زاگرسی هم بعدا میکس میشه بهشون. حالا قضیه اینجاست که این شمال شرق و جنوب شرقی این فرضی قدیمی بود، ولی اومدن باز تحقیقات زیادی انجام دادن، دیدن که بابا این ایرانی های کفلات ایران با جنوب شرقی ها انگار رابطه قدیمی تر از 10-15,000 سال دارن که برگشت به همون 20,000 سال که بین ایسترن که حالا خود ایسترن هم با خود شمال شرقی و جنوب شرقی ایران انگار چند تیکه متاپاپولیشن تشکیل میدن که اونم قضیه خودشو داره، اینا با قفقاز و جنوب غربی شمال غربی آناتولی جنوب شرقی اروپا و شمال آفریقا هم باز اینا با هم دیگه رابطه هایی داشتن که البته از هم دیگه دیفرنشییت شده بودن و آیزولیت شده بودن برای یه مدت زیادی به خاطر همین قضیه عصر یخبندان. در عصر یخبندان زاگرس بسیار سرد میشه طبیعتاً و طبیعتاً جایی برای زندگی نمیشه و طبیعتاً خیلی از اون آدما شاید باتلنک اتفاق افتاده باشه و از بین رفته باشن. در اروپا که ما میدونیم بعضی از این هاپلوگروپ های ایکس کروموزوم یعنی میتوکندریال که از بین رفتن یا از بین رفتن به خاطر سرمایه یا به خاطر که اینا برای سرده مهاجرت کردن به جاهای دیگه و ترکیب شدن و میکس شدن. حالا به هر حال من قضیه رو خیلی پیچیده نکنم، فقط اینو بگم که ما اجداد ما ایرانی ها بسیار بسیار پیچیده و میکسه، اما مشخص از کدوم انسستوری ما داریم میایم. ایرانی های نئولوتیک یعنی نوسنگی و مزولوتیک به احتمال قوی دو دسته مهم دارن، یه دستهشون که بیشتر دستهشون 60-40 درصدشون بیزل یوریشن های شرق عربستان و جنوب شرقی جنوب غربی خودمون هستن و دقیقش هم اصلا آدمای عینی جنوب غربی سیبری ما هستیم. یعنی بدن ژنتیک ما اگه ما میخوایم ایرانی های 12-15,000 ساله رو تشخیص بدیم به احتمال قوی این دو دسته مهمترین المان ها و عنصر اصلی ما رو ساختن، یعنی ما یه میکس از جنوب غربی سیبری و شما شرق عربستان هستیم که بعدا چی میشه مشخصه در بین کردها لورا بختیاری اینا دقیقاً اون رگه های سیبری ما داریم، بخاطر همین قد بلندتر سفیدتر از سمت قضیه اپیژنتیک و قضیه فنوتایپی و قضیه آب و هوایی هم خب طبیعتاً خیلی تاثیر داره ده‌ها هزار سال، اما اون بیس اصلشون برمیگرده به همون آدمای سیبری و بیزل یوریشین. حالا به هر حال اینم بعد بحث میشه دقیقاً چند هزار سال ازشون گذشته و آیا اینها به هر حال دیلیوت شدن از نظر بدن ژنتیکی یا نه، اما مهمترین مسئله همون داریم یواش یواش وارد میشیم. ما فعلا تو 10,000 سال هستیم. از اونورم میدونیم که 80% هاپلوگروپ هایی که ما داریم ایرانی ها برمیگردی به جنوب غربی زاگرسی های 12,000 ساله که چندین هستن. ما میدونیم جی جی ای و آر. آر از سیبری میاد، جی و جی از همینجا هستن، ای هم از شمال آفریقا و جی هم که همین شمال قفقاز هسته، شیوان و جی تو از همین زاگرس هستن و باز هم میبینیم هاپلوگروپ ها باز هم میخونه با همون بحث بدن ژنتیکی من داشتم میکردم. یعنی چی؟ یعنی ما میبینیم که هم از نظر بدن ژنتیکی هم از نظر هاپلوگروپ ها باز برمیگردیم به آدم های سیبری و فلات ایران قفقاز و طبیعتاً همون شبه جزیره عربستان که البته شبه جزیره عربستان دی و سی و ای هاپلوگروپ های وای کروموزوم دارم میگم توشون وجود داشتن که اون هم برای پخش میشن به شمال آفریقا و جاهای دیگه. حالا ما وقتی میایم جلوتر از 10,000 سال میبینیم که هم یه میدار قرابت ژنتیکی داریم، از 3-4 تا سمپل پیدا کردیم از وزمه، تپه عبدالحسین و گنجدره که گنجدره یک خانم بوده که ایکس کروموزوم یعنی اکثر قضیه چیزی جن سکوئنس کردن ایکس کروموزومش رو به هر حال آنالیز کردن ایکس بوده، ایکس هم دقیقاً ایکس منظورم ایکس نه هاپلوگروپ ایکس نه که حالا ایکس منظورمه و این هاپلوگروپ قبلا تو 8-10,000 سال پیش بین
همین قفقازی‌ها و حتی بلوچی‌های امروزی، یعنی در جنوب شرقی ایران دیده شده این میتوکندریال اکس کروموزوم اکس هاپلوگروپ اکس، که حالا به هر حال اونم نشون داده میشه که ما ایرانی‌ها از دیرباز با هم دیگه خیلی خیلی نزدیک بودیم از نظر قرابت، یعنی این گستردگی از نظر قضیه پاپولیشن و متا پاپولیشن بسیار با هم دیگه نزدیک بوده به تو جاهای دیگه. اما از تقریبا 12000 سال پیش جن فلوهای مختلفی داریم ما، مثلا در حاجی فیروز در طرف دریاچه ارومیه طرف آذربایجان، حاجی فیروز برای 8000 ساله حداقل لیک نئولوتیکه که حالا سفاله با سفاله نشون داده میشه که از نظر بدن ژنتیکی 60% آناتولیان هستن، یعنی از آناتولیای نوسنگی آناتولی ریختن به این منطقه از دیرباز و 60% بدن ژنتیکی ما آدمای حاجی فیروز 8000 ساله از آناتولی بوده، 40% ایرانی نئولوتیک، یعنی از همین زاگرس و قفقاز امروزی بوده، حتی بیشتر از زاگرس بگیم. در حقیقت سهگابی اگه نگاه کنیم میذاره پایین تره، این قصد 60-40 میشه برعکس، 60% ایرانی نئولوتیک، 40% آناتولیه. میرسیم به شرق این خیلی کمتر میشه، ماست مشخصه که یه آدمای از نظر جغرافیایی به یه جای وارد شدن و وقتی شرق، یعنی به شرق مرکز دور میشیم، این قزنه بدنی جدی کمتر میشه. خب برای اصلیه که برای درسته دیگه. سنگ چخماقیا به احتمال قوی هم یه مدار آناتولیان نئولوتیک ریلیتد بودن، ولی بیشترشون ایرانیان نئولوتیک ریلیتد داشتن. از این برم نگاه کنیم مثلا در شهر سوخته 5300 ساله که عصر برونزه، ما میبینیم که هم ما جنوب آسیایی داریم، ASI داریم، هم وسترن سیبریان داریم، هم ایرانیان نئولوتیک داریم، هم آناتولیان نئولوتیک داریم، یعنی 4 تا بدن ژنتیکی با هم دیگه میکس میشه در منطقه شهر سوخته در 3300 سال، یعنی اولین لایه‌ش رو که ما اول اکسکاویت کردیم برای عصر برنزه اینو مشاهده میکنیم. اما در دومین لایه و سومین لایه آناتولیان نئولوتیک ریلیتد از بین میره، اصلا وجود نداره، فقط 3 تا بدن میمونه. مشخصه که اونجا دیگه دالیوت شده آناتولیان نئولوتیک ریلیتد، یا رفتن به سمت بالا یا رفتن رفته پایین، که اینا مثلا ما مشاهده میکنیم در جاهای دیگه. جالبه وقتی ما نگاه میکنیم ایرانی هایی که در مرکز و غرب ایران هستن بیشتر از بدن ژنتیکی خود ایرانیان نئولوتیک ریلیتد زاگرسی هستن، وقتی به سمت جنوب شرقی و شمال شرقی میریم کمتر میشه این مسئله، که حالا بهش هم میرسیم. بس از 12000 سال پیش تا تقریبا 5000 سال پیش 7000 سال جین فلوهای مختلفی ما باید داشته باشیم، از لوانت، از شمال آفریقا، از خود آناتولی، از قفقاز و از خود جاهای دیگه ایران. اما اینجا دارم مقاله که 2018 نوشته شده، حالا چند نفر گفتم اگه اسمشون رو بخوایم من لازم بگم چند تا از این اسمشون رو، این مقاله جالبیه که من گذاشتم تو آزاد اندیشی به هر حال، و اگه اجازه بدین بله، خانم زهره مهرجو، زهره فتاحی، خانم مریم بهشتیان، مرضیه محسنی، حسین، بله خیلی هستن، فریبا اردلانی، 45-32 تا هستن آدم، بیشتر از دانشگاه تهران و جاهای دیگه هستن، انگار بایومدیکال هستن، اینا بایومدیکالیست هستن و حالا ژنتیسیست هم شاید باشن بینشون. اینا این مقاله رو نوشتن که نشون میدن از 5000 سال پیش، دقیقاً زمانی که ایلامی ها دارن شکل میگیرن در فلات جنوب غربی ایران، که ایلامی هم از همون باقی مانده اولین شکار کشاورزان ایرانی هستن به احتمال قوی، یعنی بدنه جیوان دارن در این جزر وای کروموزوم، نشون میده که در ایلامی ها هم از 5000 خورده سال پیش، شاید از 5000 سال قبل‌تر خود ایلامی ها پری پروتو ایران ایلامی ها از نظر زبانی همینجا زندگی میکردن از نظر بدن ژنتیکی. حالا از زمانی که ایلامی ها دارن تشکیل میشن، ما 5000 سال بدنه ژنتیکی کل ایرانی داره شکل میگیره، داره محکم میشه، داره شکل میگیره، اون شکلی که توی این 5000 سال دیگه زیاد عوض نشده. این خیلی جالبه، نشون میده 5000 ساله ما ژنتیک کانتینیتی داریم، پیوستگی ژنتیکی داریم همه آدم های فلات ایران، یعنی زبان مهم نیست، حالا زبان های مختلف صحبت میکنیم ولی از نظر بدنه همه شبیه همی هستیم، از زبانی که همه شبیه هم نیستیم که، حالا از نظر زبانی که البته پوشش شده به نام هندو ایرانی است تقریبا 3000 سال میشاریم، منظورم این که ما ایرانی از نظر ژنتیکی با هم خیلی نزدیکیم. حالا این یعنی چی؟ یعنی که یک قضیه CIC به این میگن، سنترال ایرانیان کلاین، یعنی کلاین ایرانی های مرکزی، که نشون میده کردها و لورا و حتی زرتشتیا و بلوچی از کردها و لورا و عرب ها و ترک ها و ایرانی های فارس، حالا مثلا من فارس از زبانی میگم که غلطه ها رو این دوری نگیم، اینا به هم دیگه خیلی از ژنتی شبیه، حالا خیلی اذیت میکنه آدمایی که پان هستن و میگه نخه همچین چیزی نیست. خب ما که داریم میگیم مثلا علمی داریم صحبت میکنیم، ما کاری نداریم که حالا بعضی چی دوست دارن بشنوا، که این بحث مقاله علمیه 2018 چاپ شده تو مجله نیچر اگه اشتباه نکنم، و اینو الان تا الان 2018 الان تو 4-5 سال گذشته شاید نتایج دیگه هم پیدا کنیم تا
چندین ماه چندین سال دیگه. فعلا چیزی که مورد قبول همه ژنتیسیست‌ها هست، مخصوصا ژنتیک پاپولیشن ها، جمعیت شناسای ژنتیکی، میگن ما CIC مون هممون از نظر ژنتیکی به هم دیگه خیلی شبیهیم، حتی نسبت به عرب های جاهای دیگه و حتی قفقازی ها ما باسم ما خیلی با هم دیگه بیشتر شبیه هستیم. اما به این سادگی نیست این قضیه. ما اگه نگاه کنیم فقط که ایرانی ها که از این 5-6 تا دسته تشکیل نشدن، که البته مازی ها، مازندران، گیلکی اینا رو بعد در نظر بگیریم که همون جزء همون CIC بعد در نظر بگیریم، اما قسمت هایی از شرق و شمال شرق ایران، مخصوصا ترکمن ها و جنوب شرق ایران، بلوچی ها، زابولی ها، سیستانی ها و اون آدم های خارک و قشم، نشون میدن که یه مقدار با CIC ها متفاوتن از نظر اجدادی، از نظر جدشون. خب که چیز عجیبی هم نیست، چون محیط ایران خیلی جای بزرگه، جای کوچیکی نیستش که از نظر جغرافیا. نشون میده اینها اجدادشون، مخصوصا اون جنوبی ها، جنوبی سیستانی، بلوچستانی ها، شبیه همون هان چاینیزا، حتی آمریکای مرکزی ها و پالو آفریقایی ها هستن از نظر اجدادی ها، نه که واقعا شبیه باشن. یعنی جد مشترک همه اینا از نظر خیلی خیلی قبل‌تر، قبل از نوسنگی که حتی ساخته میشه، چون قدیمی ترین آدم های ایرانی به اعتقاد خیلی ها، یعنی اوریجینال های ایرانی ها، همین جنوبی ها هستن، همون سیستان بلوچستانی و همین جنوبی های ایرانی ها قدیمی ترین بدنه های ایرانی هستن. که عجیبه، ما در همین آدم های جزیره خارک و قشم از نظر قضیه هاپلوگروپ وای کروموزوم BM60 پیدا کردیم، که این از نظر تریس برمیگرده BT150-200,000 ساله تو آفریقا، یعنی خیلی قدیمی هن این آدم ها. حالا تو بین مثلا 8-10% میگه، همشون که نه، همین هزار و هزار های افغانی هم، افغانستانی هم ببخشید، دارن چیزی بوده بین 6-8% BM60 رو، که این نشون میده یک مارکر قدیمی در داخل ژن اینا وجود داره، یعنی خیلی قدیمیه، یعنی از مهاجرت های خیلی قبل‌تر اومدن. بس به احتمال قوی ابوریجینال ایرانی حتی قدیمی تر از زاگرسیا همین جنوب شرقی و جنوبایی ایرانی هستن. قیافتن هم خیلی برای متفاوتن یه مقداری از ایرانیایی که سنترال ایرانیان هستن. از نظر زبانی البته نه، از نظر زبانی من کاری ندارم، از نظر بدن ژنتیکی دارم صحبت می‌کنم. ترکمن هم بیشتر ژن فلو از خود سیبری، جنوب آسیا، همون ASIا و حتی از ایستریوریشن ها دارن یه مقداری، که البته در بین هزاره ها هم سیوام دیده شده بین 20-30%، که به خاطر قضیه شاید همین مهاجرت های بسیار زیادی از شرق اوراسیا برای مدت 2000 خورده سال، همه خیلی بعد میچسبنشون به مغول ها، ولی من فکر نکنم، چون قبل از مغول هم ما ده ها دسته داشتیم، شاید ده ها، شاید هم صد ها دسته، که همینطوری هم از شرق اوراسیا به صورت حالا بخوام نفر ترانزیتی می اومدن می رفتن. یعنی فقط مغول ها نبودن و ترک ها که از 1000 سال پیش، 800 سال پیش شروع کردن می اومدن از سمت شرق و آسیا، مرکز آسیا مینه، به سمت ایران و افغانستان، بلکه ما حداقل از سیتیان ها آدم های دیگه هم داشتیم. ما رو بعد سیتیان ها، ساکه ها، یوچه ها، وسون ها، کوشان ها، کیداریت ها، آهفتاری، همونطوری من بهتون میتونم قشنگ بگم همه اینا هم شرق و آسیایی بودن بیشتر از نظر بدن ژنتیکی. پس حالا قیافه اینا چون نظر تغییر کرده، میخوام که چندین بار، نه یه بار، مهاجرت های زیادی از شرق و مرکز آسیای میانه واجه شده، البته در ایران متوقف شدن اینا، به هر حال اینا وارد ایران هم شدن، حتی اسکندر مقدونی، یونانی ها، مغول ها، ترک ها، همین شرقی ها، عرب ها، ولی جذب اون پول ایرانی ها، ژنتیک پر ایرانی ها شده و خیلی تغییر ایجاد ندادن ما ایرانی ها تو این 5000 سال. با اینکه ما مهاجرت هایی داشتیم، همون هندو ایروپ ایرانی ها که الان دیوید راخ میگه از همین فلات ایران رفتن به سمت شمال شرق، اینها هم انگار مهاجرت های زیادی ما داشتیم، ولی از بدن ژنتیک ما خیلی تغییر نکردیم. علت های مختلفی داره، یکی از اینا جالبه. ببینید وقتی ما داریم بدن ژنتیکی بررسی میکنیم، فقط میدونیم که ما 23 تا پیر کروموزوم داریم، جفت کروموزوم داریم 46 تا میشه که اورانگوتان گروه اینا 48 دارن، که البته ما اون یکی شد مگه میکس شده، بخاطر همین کمتر شده، یعنی اون چی میگن کروموزوم دوممون جوین شده و طبیعتاً کمتر از اون ما داریم. جالب اینجاست که ما 23 پیر که داریم، تو این 23 پیر 22 پیرمون اتوسام هست، یعنی اصلا سکس کروموزوم نیست، فقط یه پیر، یعنی یک جفت ما هستش که سکس کروموزوم XXXY دیگه. البته مشکلات مریضیای ژنتیکی هم وجود داره که تو 3-4 تا از اینا هم میتونه XXXY یا XXX، اونها اینا مریضیای ژنتیکی هستن، ولی از نظر نرمال XY یا XX داریم، بقیه‌ش هم اتوسام به اینا میگن، یعنی خاموش از نظر بحث سکشوال، ولی اینا هم بررسی میشه برای اجدادی، برای هاپلوگروپا و هاپلوتایپا. از نظر اتوسام اگه نگاه کنیم، همه ما ایرانی ها بازم برمیگردیم با همگی در تنیده هستیم، یعنی همه ایرانی هایی که من اسم بردم اینجا، اینا در هم تنیده هستن و از یه جد مشترک میان. وقتی از اکس کروموزوم وای کروموزوم بررسی میکنیم، اینا یه مقدار متفاوت میشه. بعضی از آدم ها انگار
میل هایی بودن، یعنی مردایی بودن که اومدن به سمت فلات ایران از دیرباز با خانم ها و آدم چی میگن خانم های خود فلات ایران ازدواج کردن، پس طبیعتا تغییر زیادی ایجاد نمیشه روی قضیه ایکس کروموزوم اینها، ولی بعضی وقتا برعکس شده. حالا اون بحث هم بحث پیچیده ایه، چون ما باید اصلا ببینیم چه در چه زمانی چه کیا اومدن که این قضیه چی میگن لندسکپ ژنتیک ایرانی رو تغییر بتونن بدن، که البته در 5000 سال تغییر ایجاد دیگه زیاد نشده. البته فعلا تو این مسئله فعلا هست، ما دقیقاً هنوز فعلا نمیدونیم، چون بعد آزمایش زیادتر انجام بشه و فقط نظر سمپل هم خیلی کم ما سمپل داریم، از نظر انشیت دی ان ای که ما 3-4 تا بیشتر نداریم متاسفانه، کلا یک گنجره هست که تبدور عبدالحسینی کم وزمه هست، وزمه مثلا مال تقریبا 10000 سال پیشه، گنجره هم تقریبا مال 8-10000 سال پیشه، تبع عبدالحسین هم تقریبا 10000 سال پیشه، البته هوتو و که کمربند هم پیدا کردن اسکلت و فسیل هایی که باید اینا جن سکونس بشه، البته جای دیگه هم انگار پیدا دارن میکنن، اینا باید جن سکونس بشه و دی ان اکستراکت بشه و ما بتونیم این کابری گروپ اینا تشخیص بدیم و بعدن بیان اینا رو مقایسه کنیم. به طور کلی چیزی که ما به این نتیجه میرسیم، نتیجه این هست که ما در 5000 سال اخیر تغییر زیاد نکردیم و همین هستیم که همون. اما از نظر بحث زبانی ها رو باید پیش بریم، یالا از نظر بدن ژنتیک من صحبت کردم، یعنی ما ایرانی هایی که در فلات ایران هستیم یه مقداری با جنوب شرقی ها و شمال شرقی یه مقدار نمه متفاوتیم، که البته اونا هم ما ادمیکسچر داشتن، آموزش داشتن، به هر حال بعضی از اینا میدونیم که اندوگامی بودن، از خودشون زن به خودشون به کسی زن نمیدادن، با خودشون ازدواج میکردن، اینا مسائل هم باید در نظر بگیریم ما به هر حال دیگه از قضیه جین کانتینیتی. اما مسئله اینجاست که از نظر زبانی چی، وقتی ما میگیم که همه ما 5000 ساله دیگه زیاد تکون نخوردیم، فرق نکردیم، و ما ها مثلا ایرانی های مثلا عرب و ایرانی های ترک از نظر ژنتیک با هم دیگه شبیه، از نظر زبانی که شبیه نیستن، متوجه چی میگم؟ خب بس چی شده اینجا؟ بس اینجا این مسئله پیش میاد که زبان هر ایران دارم صحبت میکنم، زبان ایران یه مسئله سکندری هست، یه مسئله مهمی نبوده از دیرباز، شاید مثلا در یک قبیله دو تا آدم دو تا زبان مختلف داشتن ولی شبیه هم بودن بسیار زیاد از ژنتیکی، ولی دقیقا برعکسش هم میشود باشه، از نظر بدن ژنتیکی اصلا با هم دیگه متفاوت هم، ولی مثلا یه زبان مشترک داشتن، یا اینکه از نظر ژنتیکی با هم دیگه اصلا هیچ ربطی نداشتن ولی زبان مشترک داشتن. میفهمی چی میگم؟ اصلا یعنی این مسئله انقدر پیچیده میشه از نظر قضیه بررسی بدن ژنتیکی و زبانی که بهتره خیلی وارد نشیم، چون اگه وارد بشیم که خیلی پیچ میشن کلا، نمیدونم اصلا من چی دارم میگم دیگه. فقط اینو من اشاره کنم که ما در طول زمان این بدنه های ژنتیکی از 15000 سال، 10000 سال، 5000 سال اینا هی زبان و فرهنگشون تغییر میکرده. یعنی چی؟ یعنی آدم هایی که زارزیان کالچر رو داشتن درست میکردن از 15000 سال زبانشون مشخص نیست چی بوده. ما فعلا فرضیه ای نداریم که بدیم زبان اینا، آدم ها زبان که داشتن دیگه، یعنی 15000 سال که دیگه خیلی خیلی دور نیست به عنوان احساس که مثلا 100000 سال صحبت میکنه، قطعا اینا زبانی برای خودشون داشتن. حالا چه زبانی؟ هیچکی نمیدونه، فقط میگه نظریه پردازانی که رو سوپر میفولوژی یعنی قضیه ابر اسطوره و ابر زبان ها کار میکنن، قضیه سوپر لنگویجز ها مثل بوریان و نوستراتیک، اعتقاد دارن که اینها زبان نوستراتیک صحبت میکرد. یعنی یکی از فرضیه های آقای آلان بومهاردی که 40 سال روی نوستراتیک داره کار میکنه، کم و کم هم 30 خورده سال اگه اشتباه نکنم، ایشون معتقده که زبان اولیه آدم های زارزیان کالچر زاگروسی یعنی مزولوتیک شکارچیانه اولیه ایرانی که حالا اولیه که نمیشه، همین شکل شکارچیانی که در زاگرس بودن که زارزیان کالچر رو درست کردن از 15-18000 سال تا تقریبا 10-12000 سال پیش، اینا زبان نوستراتیک داشتن. زبان نوستراتیک هم بیس اصلی زبانهای هندو اروپایی، هندو ایرانی، آلتایی، اورالی، یا یعنی آلتایی که دارم میگم اشتباهه، اینا بعد دستمنده جدید داره، ولی همینطوری میگم که همه بفهمن، اینا یعنی سوپر فامیلی ابر خانواده همین زباناست. یعنی چی؟ یعنی زبان‌های هندو اروپایی رو با اورالیک و آلتایی که یکی می‌دونستن تو یک مخمس زمانی 17000 ساله، بعداً جدا میشن و همگی جای خودشون می‌گیرن، که البته متغیر هستن از زبان‌های آفرواسیاتیک یعنی سامی‌ها. کلاً از اول هم هندو اروپایی با سامی‌ها هیچ رقابت چیزی نداشتن، منبع مشترک نداشتن، که البته برگردیم به عقب اینا منبع مشترک بوریان داشتن البته، ولی خب در زمین نوستراتیک از هم جدا شدن، یعنی آفرواسیاتیک و همون زبان همون قدیمی خدمت کل نوستراتیک 17000 ساله هست، که البته الان آقای آلن بومهارد اعتقاد داره سومری، زبان سومری هم خیلی قدیمی تره، حداقل همون 17000 سال برمیگرده، که من نمیدونم اینو چه جوری داره میگه، چون واقعا نمیخوره با باستان شناسی. یعنی اگه ما زبان سومری رو بریم 17000 سال، همه فرضیه ما داغون میشه، یعنی به هم میخوره، چون اگه اینطوری باشه بس چی شد که 10000 سال خطی نداشتن اینا
بالای 10,000 سال خط نداشتن؟ مگه میشه همچین چیزی؟ یعنی این اگه زبانی داشتن که مشخص میشه سومری بوده از 17,000 سال، که البته اینا خیلی از متخصصین قبول نمیکنن، یعنی باستانشناسا و تاریخ‌دان این حرفو قبول ندارن. به احتمال خیلی زبان سومری هم رو 7,000 سال و 8,000 ساله که 2,000-3,000 سال طول میکشه تا خطش به هر حال ایجاد بشه. خطای پروتو از تقریبا 5,500-6,000 سال پیش به اینور وجود داشتن. حالا به هر حال این بحث هم سنگینه، حالا من رو وارد بحث نمیشم، ولی خب به هر حال بس ایرانی‌هایی که زارزیان داشتن نوستراتیک صحبت می‌کردن. بعد از اون نوستراتیک یواشوش تجزیه میشه، یعنی بعد خانواده کوچیک کوچیک میشه، ما کارتولیان، دراویدیان، دراوید ایلامو و خیلی هوریان اورالتیان رو ما داریم از زبانی. طبیعتاً یواش یواش اینا رو ما اثر من 7000 سال 6000 سال پیش ببینیم، ولی یواش یواش داریم ما اینا رو میبینیم. پس یعنی ایرانی‌هایی که تازه بین 15000 سال تا 5000 سال پیش زبان‌های مختلفی داشتن برای خودشون در جای مختلف، حتی در زاگروس هم چندین زبان صحبت می‌شده که یه فرضیه پروتو زاگروسیان لنگویج هم مثلا اشاره کردن بعضیا و پروتو یوفراتیک، یعنی پروتو مزوپوتامیان لنگویج هم اضافه کرده بعضی از این آدمای متخصص. حالا مورد قبول همگی قرار نمیگیره این بحثا، بحثای کانتروورسیالی هستش. به هر حال ما از 5000 سال پیش مطمئنیم تقریبا زبان پروتو ایلامی و اولد ایلامی یواش یواش داره ظاهر میشه در یک بعضی از جا، نه همه جا، نه در همه جای ایران، ولی به هر حال به احتمال قوی در جنوب غربی و غرب مرکز زاگروس تا یه انتهایی که البته ایلامو باختری هم اعلام کرد آقای فرانسوا دوسپ که وجود داشته از تقریبا 3000 خورده سال قبل از میلاد، حتی جیروف شهر سوخته، اینا به احتمال قوی ایلامو دراویدیان صحبت میکردن، که البته اینم روش بحث زیاده، یعنی یه ترکیبی از خود زاگروسیا و جنوب آسیایی ها و شرق ایرانی ها که روش بحث زیاده. حالا به هر حال یعنی میخوام بگم یعنی اینا زبانهای دیگه ای داشتن تا 5000 سال پیش. خیلی از ایرانی اشتباه میکنن و فکر میکنن که از 5-6000 سال پیش هم هندو ایرانی ها وجود داشتن و به خودشون ایرانی میگفتن یا ایر میگفتن، همچین چیزی نیست، نه تخیلات. خب ما از 6000 سال پیش زبان هندو ایرانی نداریم، حتی هندو اروپایی به زور، چون هندو اروپایی پروتو هندو اروپایی از 5500 حالا خوش بخوش 6000 سال پیش، البته این دیتینگش عوض میشه بعضی وقتا با توجه به فرضیه و اون استخون بندی اسکلت بندی اون فرضیه ها، ولی به احتمال قوی ما هندو ایرانی نداشتیم دیگه تا تقریبا 4000 سال 3800 سال پیش. بس آدم‌های ایلامی، آدم‌هایی که اولین بار اون بدن ژنتیکی ما داره شکل می‌گیره از 5000 سال پیش، هندو ایرانی صحبت نمی‌کردن حداقل، ما اینو می‌دونیم. حالا چه زبانی صحبت می‌کردن که به هر حال گفتم بعد بیشتر تحقیق بشه و بعد شواهد پیدا بشه، حتی خطی که گفتم پروتو ایلامی و لینر ایلامی و قضیه اولد ایلامی بیشتر صحبت می‌کردن اون زمان، که البته زبان‌های دیگه بعد وجود داشته باشه مثل آفرواسیاتیک، زبان‌های پروتو سینیاتیک، زبان‌های هوریان اوراتیان، کارتولیان و دراویدیان و ایلامو، یه دراویدیان هم وجود داشته باشه اون زمان 5000 و سومری هم طبیعتاً زمان سومری هم وجود داشته. خب اینا بعضی صحبت می‌شده دیگه توی بعضی از جاهای ایران، ولی خب بعدها یواش یواش اون فرایند چیه مهاجرتی، اینتگریشن، اسیمیلیشن و کلونیزیشن که تغییر میده، که البته من وارد این بحث نمیشم چون میخوام بحث کنم بعد قشنگ دیگه با همه بشینیم بحث کنیم که چی شد که مثلا تقریبا 3200 سال 3000 سال پیش زبانهای ایلامی داره ضعیف‌تر میشه و از 2700 سال پیش زبانهای هندو ایرانی، مخصوصا ایرانی هندو ایرانی نگیم بهتره، چون که هندو ایرانی در اون سم در زمان بوغازکوی 3300 ساله داشتیم ما که اشاره شده میتانی ها، ولی خب زبانهای ایرانی پروتو ایرانی و ایرانی اولد ایرانی غربی شمال غربی یواش یواش از 2700 سال پیش داره به خاطر اون قضیه ساختاری انگار اجتماعی سیاسی و ایدولوژی داره بیشتر نفوذ میکنه و داره ترکیب میشه با زبانهای محلی، گوتیان، کاسئید، قضیه لولوبی، کارتویدی و خیلی از زبانهایی که تو 4000 خورده سال پیش ما داشتیم، و یواش یواش داره قضیه لندسکم زبانی این منطقه رو عوض میکنه، که حالا ما اینجا نمیخوام برسم فعلا چون منو خیلی ساحت که تا با این قضیه بعد صحبت کنیم. به احتمال قوی که من یه ضرب دارم یه ساعت خورده صحبت میکنم، به احتمال قوی جد و اجداد ما نه زبان هندو ایرانی صحبت میکردن از اول، نه اینکه کرد و لور و ترک و فارس بودن از اول، بلکه ما هممون یه سیایسی هایی بودیم با یه مدار چی میگم ابروژنارهای قبلی که در این جنوب شرقی و جنوب ایران، شمال شرقی ایران هم یه مدار میکس بود از جنوب آسیا و جنوب غربی سیبر و شرق اوراسیا، ما هممون اینا بودیم، ما ایرانی های فلاتی را اینا بودیم، که بعد از این مدتی به هر حال اولین تمدنی که در فلات ایران داره یواش یواش ظهور میکنه، اصلا سومریا اگه ما چیز نکنیم، ما سومریا که تو عراق امروزی هستن که به هر حال یه جایی از نظر قضیه ژنتیک هم ایرانی نئولیتیک ریلیتد دارن چون هم جیوان بودن به احتمال قوی، ولی از نظر فرهنگ تمدن خود ایران ایلامی ها بودن اول، که البته شاید بعد عوض بشه واسه هم نمیدونیم، چندین دسته قومیتی هم اینجا اس شدن یا ترکشی ها
و یه چند تا دیگه ساباروتو اینا بودن قبل از حالا تقریبا 4000 خورده ای سال که اینا تحقیق نشودن متاسفانه و احتمال قبیل هاتیک یا مثلا کارتویلیان هایی بودن از زبانی که در شمال غرب و غرب ایران هم زندگی میکردن و زبان اورارتیان هوریان داشتن، اینها که برای زبان های قدیمیه برای 5-6000 سال هست، یا زبان های آناتولی که حالا روش بحث زیاده که آیا مثلا زبان آناتولی مثل هاتیک اینا زبان آناتولی هستن، بعضی دستوندی هوریان، بعضی دست اورارتیان، بعضی دست کارتویلیان، بعضی هم دستای هندو اروپایی، بعضی هم دستای دیگه حساب میکنن اینا رو. حالا بحث زیاده رو اینا، فقط اینو من میگم که اجداد ما و ما ایرانیای فلات ایران بسیار بدنه قدیمی و عمق دایورجنس قدیمی داریم. ما همه ایرانی ها با اینکه یونیفرم نیستیم ولی ژنتیک کانتینیوتی قدیمی 5000 ساله حداقل داریم، یعنی از 5000 سالش ما تغییر زیاد نکردیم ولی هتروژنوس بودیم، یعنی هممون یکی نبودیم، در هم تنیده بودیم، متفاوت از نظر هابلوگروپا ولی هممون با هم دیگه بسیار نزدیک با هم دیگه بودیم نسبت به اطراف خودمون. ولی باز ایرانی ها از نظر بحث ژنتیکی به جنوب غربی سیبری، جنوب آسیا، قفقازی ها، جنوب غربی آسیایی ها، شمال آفریقایی ها و طبیعتا قفقازی ها بیشتر ما میخوریم تا مثلا نسبت به آناتولیا و جنوب اروپا و جنوب شرق اروپایی ها. ما بیشتر با این آدم ها همیشه زندگی کردیم از دیرباز، از 50000 سال و طبیعتا از همه اینها هم یک مقدار وام گرفتیم از بدن ژنتیکی و از زبانی و رفتاری هم بسیار وام گرفتیم از همه اینا. به نظرم آقای محمد من یه سر دیگه یه ساعت صحبت کردم، بذارید ببینیم حالا کسی سوال داره بفهمید. بله خسته نباشی مدی عزیز، ممنون دوستان عزیز که حالا همراه ما بوده. بله اینایی که ما خیلی از اجدادمون اصلا اطلاع نداریم، چقدر سایت هایی داریم تو ایران که اجداد ما از ده ها هزار سال پیش زندگی میکردن در ایران و خب متاسفانه اطلاعاتی از دسترس نیست، حالا بگیم سیستم آموزشی غلطه یا حالا ممکنه خیلی از فقر تعداد کارشناس داشته باشیم در ایران در زمینه آنتروپولوژی و پالانتروپولوژی و حالا یا شاید خیلی مقالات دیر بیرون میاد و حالا عوامل مختلفی دست به دست هم میده که یه مقدار ما فقر اطلاعاتی داشته باشیم نسبت به آبا و اجدادمون در ده ها هزار سال پیش در همین سرزمین ایران که چطوری زندگی میکردن، از چه نژادی بودن، سبک زندگیشون چی بوده، چه ابزارآلاتی از اونا ما به دست اومده و چون اینها هم به هر حال بخشی از تاریخ و فرهنگ این سرزمین هست که نسل های آینده باید پیرامون این قضیه پیش تاریخ بدونه. همه جان تاریخ باید بگیم، نه تاریخ پیش تاریخ. بله بله این قضیه پیش تاریخ چون قضیه بسیار مهمیه، ولی خب متاسفانه ما فقط تنها چیزی که در اذهان اکثر هموطنان عزیزمون هست آریایی هایی بودن و قبل از آریایی ها دیگه مثلا این سرزمین لخت و خالی بوده و اینجوری فکر میکنن هیچ که توش نبوده و متاسفانه اینجوری نیست از قبل از آریایی ها. خیلی هم برعکس. بله. ما قبل از هندو ایرانی آریایی که از نظر زبانی 4500-4000 سال پیش دارن تشکل میگیرن، ما 7000 سال قبل از اونا از طریق زاگرس، چوغاغولان، شیخ آباد، جانی، عبدالحسین، سیاسبز، صد تا شما میتونم اسم ببرم، انقدر هم سایت های مختلف داریم از نشون میده اینا سایت ها که از رو هوا که نیومد، انسان ها زندگی میکردن دیگه، خود انسان ها این سایت ها رو درست کردن، بس نشون میده که این فلات خیلی هم شلوغ بوده. بعضی جا بعضی مورد از مدت ها مثلا 9200 سال پیش، 8200 سال پیش، 4200 سال پیش هم طبیعتا خالی از سکنه میشه البته و از 4000 خورده سال پیش هم کوراراخسیزا حمله میکنه. آقای کریمیان اگه اشتباه نکنم استاد بزرگ در قضیه کوراراخسیزا هستن، سعید کریمی یا کریمیان اسمش رو گفته با هم میگه، ما 2005 خیلی صحبت میکردیم از دانشگاه هاروارد رفتن، ایشون متخصص کوراراخسیزا هستن، میگم آقا یه چیز بشناسه ایشونو، برای ایشون هم میگفت که برها بعضی که کوراراخسیزا حمله کردن دقیقاً مثلا قضیه حمله مغلا عربا میان کلا همه جا رو تارومار میکنن، حالا به خاطر قضیه شاید آب و هوایی باشه، 4500-4700 سال پیش ازشون ماچکوب کالچر به وجود میاد و حتی اینا تحت فلسطین امروزی و حتی تا تهران و غرب شرق تهران هم میرن پیش میرن و خیلی سر داغون میکنن. نشون داده میشه که ما هم خیلی فلاتون پر از انسانهای مختلف، زبانهای مختلف و از قضیه بدن ژنتیک که من توضیح دادم نشون میده بسیار هم فعال بودن انسان ها اینجا، بسیار هم باهوش بودن. ما خیلی از چیزهای خوب رو در تپه زاغه داریم، حتی در آسیا و سراب ما فیگورن های تقریبا 7000 ساله داریم، توأم های 7000 ساله داریم در شهر سوخته بامپور، مهاباد، شهداد، بعد دقیقاً در قضیه خود جیرفت و مدای فرهنگ جیرفت ما انقدر آدم ها داشتیم، نه هیچ کمشون هندوی داری نبودن ها. ببین اینو میخوام من خیلی اشاره میکنم، هیچ کدوم از این آدمایی که اسم بردم آریایی نبودن، اما از نظر زبانی دارم میگم، از نظر بدنی ژنتیکی خود آریای بیچارام همین آدمایی بودن که خود زاگرس از خیلی وقت پیش زندگی میکردن، بعدها مهاجرت میکنن به احتمال قوی میرن با اوراسیایی شمال شرقی خاطی میشن، میکس میشن، حالا همین چیزایی که خیلی از متخصصین میگن بعد برمیگردن به سمت پایین. ما اینو ده ها بار گفتیم
یعنی از نظر زبانی ما میگیم مثلا تمدن جیراف هندو ایرانی نیست، ولی از نظر بدنی ژنتیک خود همین آریایی یا هندو ایرانی هم که قبلا تو فرات ایران بودن بیشترشون، البته بعدا میرن چند درصد بالاشون اینجا بودن و بعد میرن به سمت شمال شرقی میکس میشن با اون استپه اوراسیایی که از کجا اومدن، از سمت شمال غربی ایران به نام یامنایا که اونا پورتافکا و قضیه آندرونوا و سینتوشا آرکایم و آفرانساوا و خیلی از این فرهنگ‌های زیاد رو ما داریم، میکس میشیم برمیگردیم و میشیم ایرانیایی که الان در خدمت امریکا هستیم. بفهم از زبانی البته. بله ممنون از توضیحات خوبت مدی جان. بله درسته، ما حالا خب شاید این فقر اطلاعاتی هم که نسبت به آبا و اجدادمون از گذشتگان داریم باعث همین خیلی از اختلافات بین هموطنانمون شده در دو دسته. دسته اول که دوستانی هستن که هنوز درگیر اون جنگ و دعواهای قومگرایی هستن، حالا ترک، کرد، لور، فارس، که حالا هر کدوم از این عزیزان و این قومیت‌ها که قابل احترام هم هستن برای ما سریع اون مجامزی نمان بگم بفهمید. آره دکتر حساب نوذری هم قشنگ گفت توی یکی از این سخنرانی‌هاش، خودتون میگن حرف خیلی قدیمی دیوید رایخه، آقا ما ایرانی ها همونقدر، من خودم میگم من همونقدر همدانی هم، کردم، لورم، ترکم، عربم، همون انقدر میکسیم که واقعا نمیشه جدا کرد ما رو، یعنی از نظر زبانی یا از نظر قضیه تر هم تن دیگه اصلا نمیشه جدا کرد ما رو به این راحتی. شاید بعضی از کشورها باشن که اینا بشه جدا کرد که البته سخته واسم خدا رو خاورمیانه، همه و همدیگه میکسن خیلی، ولی در موقع با ایران دیگه واقعا ما خیلی میکسیم، یعنی ما همینقدر همدانی داریم، جنم همدانی داریم، کرد داریم، لور داریم، ترک داریم، همه چیز داریم، آخه نمیشه اینا رو از هم جدا کرد به این راحتی. بفهم. بله عرضم به خدمتون یک دسته اینها هستن، خب ما میگم تمام اقوام ها و زبان ها عزیز هستن و قابل احترام، ولی خب متاسفانه همیشه افرادی هستن این مقدار با تندروی که یه مقدارم حرفاشون بوی حالت تجزیه طلبی داره و حالا چیزای دیگه که حالا خودشون فکر میکنن یه قوم خاص هستن و بعد ایرانی ها و فارس ها رو دوباره مثلا اونا از یه سیاره دیگه انگار اومدن، این قوم از یه سیاره دیگه اومدن. دوستان عزیز ما همه یا بحث نژادی که میشه، بحث ریس میشه، یا حالا بحث ارزم به خدمتتون اسپیچیز میشه یا گونه ها میشه، فکر میکنن مثلا وقتی میگیم کرد، وقتی میگیم فارس، وقتی میگیم ترک، حالا مثلا اینا اصلا انسان هایی هن از یک نژاد دیگه، از یک گونه دیگه. دوستان عزیز همین دقیقاً صحبتی که مدی عزیز کرد، ما همه انسان های هوموسیپین سیپین هستیم، همه ما منشأ آفریقایی داریم. اگر هی همینطوری تو تاریخ بخوایم برگردیم عقب، نمیتونیم فقط برگردیم یه گوشه از تاریخ مثلا قومیت خودمون رو سوا بکنیم بگیم آقا 5000 سال 10000 سال مثلا ما ترک بودیم، لور بودیم، فارس بودیم یا هر چیز دیگه و گذشته اون رو حساب نکنیم. تمام ما بدون شک هوموسیپین سیپینایی بودیم که منشأ خروجمون از افریقا بوده و اون موقع نه ترک وجود داشته، نه لوری، نه فارسی، هیچ. اینا رو ما میگیم که اتفاقا در خیلی کمک میکنه بررسی آبا و اجداد ما در همین فلات ایران در 40000 سال پیش، 50000 سال پیش، وقتی به منشأمون پی بریم کجاست دیگه این دعوای قومیتی از بین میره. ولی تا وقتی که این تفکر اشتباه هست که مثلا ترک ها از یک گونه انسانن، کرد ها از یک گونه انسانن، فارس ها از یک گونن و با الفاظ زشت متاسفانه هی همدیگه رو خطاب میکنن و زبان رو معیار جدایی میدونن و حالا معیار جدایی ژنتیکی میدونن، معیار نژاد میدونن، متاسفانه این دعوا و درگیری ها هست. جدا از اون قضیه تعصبات بفهم. بله من حالا اون پارت دومم بگم تا قبل از اینکه وارد بخش دوم اتاق بشیم پیرامون قضیه اسطورا و قضیه آدم و حوا که اصلا چه جوری شکل گرفت. یک دسته پیرامون همین قضیه اقوام هست که ما این فقر اطلاعاتی باعث میشه اون جنگ‌های قومی قبیله‌ای همیشه داشته باشیم، یه مقدارم حالا تعصبات دینی و مذهبی و یک حالا اون جنگ‌هایی که بین باوربندان و غیر باوربندان هست سر همین قضیه خلقت انسان، پیدایش انسان، حالا اون چیزایی که نسبت به نظریه اِوولوشن و فرگش وجود داره و تو سیستم آموزشی ما هم به خوبی این قضیه تدریس نمیشه و آموزش داده نمیشه این قضیه فرگش، حالا متاسفانه اون قضیه هم ما داریم دوباره بین هموطنان و همزبانان عزیزمون، بین عزیزان باورمند و غیر باورمند، که عرضم به خدمتتون منشأ پیدایش انسان رو حالا ایده که باورمند هستن بر طبق یک باور مذهبی از یک جفت نر و ماده میدونن، حالا اگر ادیان ابراهیمی باشن آدم و حوا، اگه زرتشتی باشن مشی و مشونه، در اقوام مختلف و فکر میکنن این قضیه فرگشت و اِوولوشن انسان میگه مثلا انسان از نسل میمون و بوزینه و شامپانزه اینجا چیز هست که اصلا فرگشت همچین چیزی رو نمیگه و متاسفانه فهم غلط نسبت به قضیه اِوولوشن تئوری باعث میشه که اون جنگ باورمند و غیر باورمند شروع بشه و اون هم بین هموطنان و عزیزانمون اختلاف بندازه. در پایان حرفم بخوام بگم ما باید این آگاهیمون رو نسبت به آبا و اجدادمون بالا ببریم، نسبت به اون حالا دوستان باورمند به اون باورایی که دارن نسبت به آنتروپولوژی و انسان شناسی بالا ببرن که ما دیگه شاهد این جنگ‌های قومی قبیله‌ای و جنگ‌های مذهبی و تعصبی نباشیم.
باشیم. برای همین عزیزان که مطالعه آبا و اجداد ما با در ده ها هزار سال پیش اهمیت پیدا میکنه، چون خیلی عزیزان میگن چرا این داریم به این چیزا ما میپردازیم. مدی جان شما بفرمایید صحبتتون رو، اگه صلاح دونستی دیگه بریم سر اون قضیه اسورا. بله، اگه هم هستن که همین الان برم ببینید. پس الان تا این همه من توضیح دادم به چی در این چیز رسیدیم و چی رسیدیم که ببینید اصلا آدم و هوایی نداریم ما کلا. اون قضیه معنوی، روحانی، عرفانی، دینیه، اصلا ربطی نداره به قضیه واقعا اجداد ما. واقعا ما انسان‌هایی که در فرات ایران هستیم از بحث علمی ژنتیک، باستانشناسی ژنتیک، فرگشتی و قضیه حالا پالو آنتروپولوژی و پالو دیرین شناسی، ما اصلا ربطی نداره با آدم و هوا. این مسئله مسئله اسطوره‌ای، مسئله ریشه‌ای، ادیانی، عرفانی، روحانیه و در همه فرهنگ هم داریم. ما فکر نکنیم فقط در بین ادیان ابراهیمی داریم. اما اگه واقعی میخوام نگاه کنیم، فیزیکال میخوام نگاه کنیم، همچین چیز نیست. چون واقعا ماها هممون از چندین جد داریم، یه جد مشترک نداریم که، چندین از اون ور اصلا میرسیم به دنیسوانا، از اون ور میرسیم به ناندرتالا، از اون ور میرسیم به آرکای هومینین، از این ور میرسیم به هوموسپینای مختلف، از این ور میرسیم به آدمای مختلف بدنه ژنتیکی در جاهای مختلف. اینقدر مسئله پیچیده است که بیچاره اگه آدم هوایی هم باشم میذارم تو سر هم دیگه میگم ما واسه اینکه جمع کنیم بریم. خب چون از نظر بحث علمی اصلا ما آدم هوا رو اصلا گذاشتیم کنار، خیلی وقته انداختیم بیرون. حالا بحث اسطوره‌ای میشه، بحث عرفانی میشه، اصلا آدم هوا باید وجود داشته باشه به اعتقاد من، چون که اگه وجود نداشته شما هویت دیگه نداریم. خب یعنی مثل انسان‌هایی میشیم که میگیم خب الان چی از کجا چی شده. هر انسانی که نمیفهمه که مثلا بدن ژنتیک هاپلوگروپ وای کروموزوم مثلا قضیه A0 چیه یا مثلا L چیه، اون از کجا بدونه؟ اون قضیه اسطوره ها، اون چیزی که بهش همیشه آموختن از قضیه حافظه تاریخی و ممتیک بهش رسیده. یعنی بحث باستان شناسی ژنتیک مال 30 سال پیشه، ما 200 سال پیش که اصلا نمی‌دونیم از کجا اومدیم، که ما واقعا فکر می‌کنیم همه از یه آدم هوایی اومدیم. حالا مثلا تو بعضی از جاها آبسو قیامت میگفتن، بعضی جاها میگفتن این، بعضی جاها میگفتن اون. طبیعتا این قضیه اسطوره‌ای عرفانی روحانی بسیار مهم بوده. این سوهل چرا میره پایین؟ نمیدونم، بشینه بالا صحبت کنیم دیگه. نه باگ داره مدی جان، دیروز هم باگ بود، میره باگ میخوره میره و میاد. مدی جان حالا لابلای صحبتتون اینم باید بدونن که بچه‌ها باید اینو دوستان تفکیک بکنن، چون خیلی میان قضیه آدم و حوا و اون داستان‌های ادین ابراهیمی رو لابلای همین فرگشت جا میدن، میگن مثلا این انسستر ما اینه، اینه اینجا ما، اینم باید توضیح بدیم که این قابل تفکیک است. بفرمایید. ببین همیشه گفتم، ببین اصلا قضیه آدم و هوایی تا 2013 بعضی از این کریشنیستا و بعضی از این پالوژنتیسیستا با سوال سعی میکردن بگم ببین ما از یک آدمی وای کروموزوم A00 داریم میایم به نام A00 که در کجا بوده، در آفریقا، در شرق آفریقا بوده، و یک مادری به نام ایو، یعنی قضیه میتوکندریال ایو، از کجا میایم؟ از شرق آفریقا. بعد هم اومدن ای اینا دو هم دیگه 100 هزار سال حداقل فاصله داره. خب زرشک، خب اینا درش دیگه زرشکی دیگه، واقعا مگه میشه همچین چیزی از نظر علمی؟ بعد از این 10 ساله که ما فهمیدیم بابا این اصلا قضیه غلطه. بله ما بعضی از آدمای ماها احتمال داره که یه دستمون در یک زمانی از یک وای کروموزوم مثلا A00 از یک میتوکندریال مثلا L0 داشته باشیم، ولی همونا هم قبل از اون و بعد از اونش میکسه، بدبختیه. یعنی همینطوری سرراست نیست این قضیه که مثلا بگیم خب آره همینه، اینه همین تموم شد. نه، این مسئله خیلی پیچیده است. الان هم که موزاییک هستیم، مثلا ما قضیه موزاییک پیش اومده، قضیه ویکلی استراکچرد استم پیش اومده، استرونگ استراکچرد استم پیش اومده، اصلا این بحثو پیچیده کرده که واقعا اصلا الان دیگه اصلا آدم هوا رو مثلا یواشکی از زیر فرش می‌ذاریم که بس دیگه واقعا این قضیه. از نظر بحث علمی دارم میگم، از نظر بحث قضیه استوری و قضیه روحانی ارفانیش هم پابرجاست، یعنی هیچ تغییری نکرده این قضیه، تازه باید تغییرم نکنه به نظر من، چون گفتم این هویت میبخشه به اقوام، قبایل، فرهنگای آدم. وقتی مثلا ما بریم تو ابورجینال آفریقایی ها بشینیم مثلا بهشون بگیم مثلا تو چیز اجدادیت یا مثلا خدای آسمان وجود نداره، یارو که میفته با شمشه تو چرمون دیگه، با نیزه میفته دنبالمون. خب با اون که نمیتونیم ما بفهمونیم که همچین چیزی وجود نداره. برای خیلی از اقوام ها، قبایل، فرهنگا، سنت ها، این قضیه آدم و هوا باید بمونه به صورت اسطوره‌ای، عرفانی، روحانی. یعنی قاطی نکنیم اینا رو که بیا من قضیه، من همیشه میگم نوما رو میگم، نون اوورلپینگ مگیسترا، که من با نادرم همیشه صحبت میکنم اینو میگم. ببین ما این چیزایی باید قاطی نکنیم. تو قبل از همین 10 سال پیشم یه قاطی میکردن خیلیا، چون دوست داشتن یهودی مسیحی‌ها که حالا فعلا پررون، خیلی هاشون دوست نداشتن یه جوری قبول کنن که آقا یعنی چی، مگه میشه مثلا تورا اشتباه بگه؟ شما کی هستین که مثلا به قول همه سوال میگه 4000 سال ما تورا رو میخونیم، تو اومدی مثلا 20 ساله میخوای همین از ما بگیری؟ خب راستم میگن نمیشه.
یعنی یه آدمی که 3000 سال 2000 سال با اینا زندگی کرده، حتی خودش که نه، اجدادش همینطوری قبلا همینطوری بریم عقب، دیگه بعد از 10 سال که نمیاد قبول کنه که بگه تو همه چیز رو از من داری میگیری، نمیشه. حالا ما آدمایی که کار علمی هم. من خودم 3-4 بچه‌ام، وقتی بچه علمی من اصلا هیچ چیزی اینا رو قبول ندارم، همه رو میذارم بیرون. از اون بچه علمی ما کاری نداریم با تورا با قرآن که چی گفته، ما میگیم آقا کار خودمون رو میکنیم، اونم کار خودش رو کنن، اونم هی بشن از صبح تا شب بگن آدم هم وجود داره، ما هم باش کاری نداریم. خب بذو بگن، اما اینا نیان به ما بگن که نه همینه که همین، غیر از این چیز دیگه وجود نداره، ما قبول نمیکنیم. همونطوری که الان ما بریم و بریم به اینا بگیم، مثلا سهیل گردان مسلمونه، سعید مالا برای آزامی قدیمی، ما بریم بهشون میگیم آقا شما غلط میکنی، آدم و هوا وجود نداره، بیا ما ثابت هم کردیم از نظر علمی، تو دیگه برو دنبال زندگی. نه اینطوری هم نمیشه صحبت کرد، چون باید اینا رو ساعت‌ها رو با حواسمون باشه میکس نکنیم. هر کی توی رده‌ای کار میکنه، یکی تاریخ‌دان، یکی الهیاتدان، الهیاتی که من نمیتونم بهش بگم یا بیا ژنتیک بخون که مثلا نمیفهمی ژنتیک چه با چه ژی نوشته میشه. خب اینا رو قاطی نکنیم، ولی در آینده اینا تغییر خواهند کرد. آره کار دست من هم نیست، حالا من که کاری نیستم که، فعلا بذاریم روی این قضیه که بله یک آدم و هوای یه آبسوتیامتی، یه قضیه انکی انلیدی، یه قضیه آنوکی، یه قضیه اهوراسپند آرمایتی، یه قضیه مشیمشیایی، یه قضیه کیومرسو اینی، یه قضیه مانو اینی وجود داشته در فرهنگایی که به اینا یه هویتی میبخشه، که البته این هویت شاید غلط باشه از نظر بحث علمی ها، مثلا شاید غلط باشه، ولی از نظر بحث خودش درسته. الان خب خیلی چیزا رو ما فهمیدیم تو این 30 سال 50 سال، ولی باز خودمون رو نفهمیم بعضی وقتا میذاریم. خیلی از آدما میگن اولش کن دیگه چیکار کنیم، ما از نظر قضیه اسلامی یا یهودیت اون قبول دارم یه آدم و هوایی وجود داره، البته این غلطه، ولی میکنن این کارو. بعضی از محققین من باهاشون صحبت کردم، میگه من یهودی ام، من نمیتونم قبول نکنم با اینکه من دارم کار میکنم. البته بعضیشون متفاوتن، مثلا دیوید راخ واقعا گذاشته کنار، ایشون یه اتئیستن و اصلا کاری ندارم با این قضیه، با اینکه یهودی زادن، ولی خب بعضیشون هم اینطورین، کاری نمیشه با اینا کرد. میگن آقا ببین خدا وجود داره، آدم و هوا هم برای من وجود داره، با اینکه من تو آزمایشگاه کار میکنم اینا اصلا قبول نداره ها. این وضعیت دوالیسم یا بای پولاریسم پیش میاد برای بعضی از این آدما، و یه چیزیه که قابل فهمه، چون واقعا انسان ها این چیز قدیمی و سنت 1000-2000 ساله رو به این راحتی نمیتونن عقب بذارن. آره من گذاشتم، من از 20 سال، من اولین باری که گفتم خدا وجود نداره تقریبا 20 خورده سال پیش بود، یواش یواش با خودم کار کردم، گفتم باور وجود نداره، به درک وجود داشته باشه، به درک، به هر دو صورت درک. اومدم خودم کار علمی شروع کردم، این کارو کردم، اون کارو کردم، حالا بعد از 20 سال این راحتم. ولی خب هر کسی نمیتونه این کارو کنه، چون واقعا اون هویتش با اینه. شما نمیتونی یه رفی بیاره بگی آقا آدم هوا رفت، رفت رو هوا، یعنی واقعا رفت رو هوا، نیست، وجود نداره. خب آدما دیگه واقعا به هر حال هم آشفته میشن، هم پیچیده میشه که زندگیشون، میگن یعنی چی این همه چیزی که ما آموختیم همش یعنی زرشک. به هر حال به نظر من اینا رو ما جدا باید کنیم. علم باستان شناسی ژنتیکی به ما خیلی سر آموخته که وجود خارجی ندارن آدم و حوا، حتی به اون صورتی که در تورا قرآن اومده. حالا کاری نداریم که از یه وای کروموزوم ایکس کروموزوم میام، این مشکل نداره، ولی اون آدم و هوای صفتایی که بهش دادن در تورا قرآن وجود خارجی نداره. اما همین باید در روی اسطوره و اون قضیه عرفانیش بمونه و این میمونه و مونده و هنوزم که هنوز خیلی‌ها دارن روش کار میکنن، باز میان میگن آقا این وجود داره، آدم هوا وجود داره. ولی به نظر من، از نظر بحث وجه علمی دارم میگم، از نظر وجه عرفانی دینی نه، چون من دو وجهی ام، گفتم که از اون وجه خودم اینا رو اصلا مسخره میدونم. یعنی واقعا الان تو قرن 21 یکی به من بیاد بگه مثلا آدم و هوا این کارو کرده، خب من میگم براشو برو مسخره نکن منو. اما از اون وجه هم که نگاه میکنم، اگر من عرفانی روحانی و دینی کار میکنم از نظر تاریخی و خیلی چیزا، اونا رو هم قبول میکنم واقعا، یعنی چاره ای ندارم که خصوص قبول کردن، چون اونا جزوی از هویت سنت من هستن. حالا هر چی غلط باشه، اصلا غلط باشه مشکل ندارم. و همین خاطر ما توی دوراهی هستیم آقای محمد، آقای سهیل، آقای سعید، این دوراهی حل نمیشه فعلا. یعنی نه وصله علم میشه گذاشتش کنار، نه وصله قضیه دینی میشه گذاشتش کنار. خرافات بعضی وقتا چیره میشه بر علم، ولی مشکل بیشتر موقع ها علمه که بر خرافات چیره میشه. ولی فعلا مشکل ما در ایران و در سوسایتی های مذهبی و جایی که مسلمان هستن و حالا یهودی و مسیحی هستن، اینه که قبول نخواهن کرد به این راحتی تا موقعی که واقعا علم بیاد با قاطعیت، هیچ وقت با 100% نه، با قاطعیت بیشتر بیاد بگه برای همیشه مثلا اعلام کنن دیگه، برای همیشه آدم هوا رو بذاریم کنار. اون موقع است که حالا دعواهای دیگه شروع میشه. ولی خب از شروع میشه عزیزم، من یه جایی یادم آقای کلاس شمیت که الان سعیدم باهاش در مورد گوبرتی تپه صحبت می‌کردیم، من کلاس شمیت 2010 باهاش صحبت می‌کردم،
یه تقریبا 20 سال گذشته بود از تحقیقاتش روی گوبک تپه، این آقا کاتولیک بود، خیلی هم معتقد بود، میگفت به من، میگفت دو سه بار باهاش صحبت کردم، گفت واقعا من نمیدونم باید چی کار کنم، تو دو راهی گیر کردم. آقا گوبک تپه داره به ما نشون میده آ زرشک، این تورات زرشک، الکی اشتباه است، بایبلتون اشتباه است، چون هر چی نگاه میکنیم اشتباه است. اما از نظر نگاه میکنه میگه نه نمیتونم من بذارم کنار، که البته در 2014 ایشون فوت کرد به صورت عجیبی، مثلا این آقای رفسنجانی تو استخر فوت کرد، حالا نمیدونم علتش چی بوده، بعضی میگن خودکشی بوده، نمیدونم، من با ایشون دیگه از 2012 میبرم که چت نکردم، ولی انگار بعض وقت آدم دیپرس میشن بعضی ها، چون واقعا که دیگه البته آقای دکتر اومد بالا، الان دکتر اومد بالا، آقای محمد بیا بالا صحبتی هم کنه، اومدن دکتر وحید نژادو میگه من ندیدم اسمش، بله. آقای دکتر وحید نژاد اگه تشریف آره اگه خواستم میام بالا، بله. مثلا من اینطوری کسی که دو بعدی ام، حالا خوشبختانه متاسفانه هم بعد عرفانی روحانی دینی کار میکنم، هم علمی کار میکنم. از نظر علمیم که اون بحث بچه‌مو میندازم بیرون، میگم بفهم برو بیرون، چون واقعا مسخره است، ولی از بچه عرفانی دیگه نمیتونم بگم مسخره است، چون برات تو این تو این بچه 20 سالی دارم کار میکنم. من بحث باستان شناسی ژنتیکی مثلا شاید 3 سال باشه، ولی بحث کالچر آنتروپولوژی رو هر زندگیمون گذاشتم 17 سال، حالا 20 سال بعد دارم کار میکنم. مثلا بقیه‌ام بشه محمد، اینو بگم، این مسئله درگیری بین این ساینتیست ها علمی که علمگراها و قضیه عرفانی و دینی هیچ وقت تمومی نداره. حالا تو همه ادیان و تو همه فرهنگ ها، یعنی گفتم من بودن شو برو تو آبارجنال استرالیا یا بگو آقا اجداد رفت رو هوا، این نیست اون نیست، خب به هر حال قبول که نمی کنم به این راحتی که اینم از بفرمایید. سپاسگزارم از توضیحات خیلی خوبت مدیع. یکی این بحث هست که اگر که ما میگیم یه سری اقوام محدود آریایی وارد خاک ایران شدن، فقط زبان ما رو عوض کردن و نتونستن ذخیره ژنتیک ما رو تغییر بدن. حالا من برمیگردم به یه سری مباحث تاریخی، چون این برام خیلی سوال شده بود که اگر مهاجرت محدود بوده پس چرا این مسائل ما داریم. یکی این که ما میدونیم فرهنگ های دره سند از جمله فرهنگ موهنجو‌دارو توسط اقوام آریایی نابود شده، یعنی با حملات اقوام آریایی از سمت شمال نابود شده. پس یکم میتونیم رو بحث جمعیتشون رایزنی بکنیم که جمعیتشون احتمالاً اونقدر هم که فکر میکردیم کم نبوده. بحث دوم در مورد اشاراتیه که کشورهای همسایه در مورد اقوام تازه وارد میکنن، یعنی مخصوصا آشور که ما اکثر داده هامون از مناطق غرب فلات ایران به واسطه کتیبه های آشوری هست. ما از یه تاریخی به بعد شاهد هستیم یه سری اقوام تازه واردی وارد این کتیبه ها میشن، مثلا آشوری ها پارسیان رو عرب های خورشید در حال طلوع اسم میارن. حالا چرا میگفتن عرب؟ اون عرب قطعا با این عربی که امروز ما میگیم فرق میکنه. احتمال دادن که اون کتیبه‌ای که پیدا شده کاتبش ایلامی بوده و جمع پارسیان در زبان ایلامی به اون صورت تلفظ میشده و خورشید در حال طلوع هم احتمالا اشاره به سرزمینی داره که ما امروز اونو با نام اصفهان میشناسیم، چون ظاهرا شرقی ترین منطقه‌ای بوده که آشوری ها به اون منطقه شناخت داشتن و میگفتن خب اینها عرب های خورشید در حال طلوع. دقیقا مدی جان. و میبینیم که تو کتیبه‌های آشوری یهو اشاره به اقوام تازه وارد جدیدی میشه، مثل مات ها. حالا مات ها باز خب چون خودشون باز از چندین اقوام محلی و خارجی تشکیل شده بودن، رو مات ها زیاد من مانور نمیدم. یا مثلا ما میدونیم که ایلامی ها به واسطه ورود اقوام پارسی از سمت شمال منقرض میشن کم کم، یعنی شرایط منقرض شدنشون فراهم میشه و به طور کامل دیگه هضم میشن. پس احتمال داره که یه سری اقوامی واقعا وارد شده باشن و جمعیتشون هم اتفاقا زیاد بوده. اینطوری نیست فردیکور، اینطوری نیست، این صحبت ها قدیمیه. بعدی چون من یه توضیح کوچیک میتونم بدم تر قضیه، اجازه بدید. آره سریع توضیح بدم، سریع از شما توضیح بدم. اولا که فردیکور قضیه AIT رد شده، Aryan Invention Theory تو قضیه اندوسفالیون رد شده، چون از نظر بحث باستانشناسی ژنتیک ما به نتیجه جدید رسیدیم. دوم در مورد قضیه اکالتریشنی که وینتروتر هنکلمن و دانیل پاتس میگه میشه، اینا نه، ایلامی از بین نرفتن، بلکه جذب اون قضیه ورود هندو ایرانی با زبانی فرهنگی بیشتر شده، از فرهنگ و زبان خودشون به اینا وام دادن و از یه مدتی بیشتر به خاطر این قضیه ادمنستریشن و اون امپراتوری که وجود داشته اینا جذب اینا میشن، نه که از بین رفتن. این حواست باشه، حالا شما سعید بگو من جواب بدم. خواهش کنم. نه همین، دقیقا همینه. ببینید حتی اون قضیه در یه سندی هم که جناب فردیکوی عزیز گفتن، آخرین مقاله ای که نارسیم من دیدم از نراسیم بود، درسته؟ آره نراسیم هم رد کردن قضیه. جالبه که این دو مقاله داره نراسیم، یه مقاله فکر
کنم 2020 که تو این مقالش میگه که برخلاف اون چیزی که حالا پیدا کردن تو این آثار باستانی که در منطقه هندوستان مثلا شمال هندوستان پیدا کردن، متوجه شدن که نه هیچ جنگی بین حالا بومیان و اونجا که خیلی اعتقاد دارن دراویدیا هستن و شمالگانی ها که حالا بعضی دوستان به نام آریایی میشناسن، من به کلمه شمالگان رو بیشتر دوست دارم، هیچ جنگی بین اینا بر نخورده و اینها اتفاقا به صورت مصالحه زندگی میکردن. و مقاله دومی که ایشون سال 2022 داد، اوایل 2022، گفتش که اتفاقا دراویدی ها به خاطر اختلافات درونی، حالا چیزی که بوده بر اثر اون شواهدی که پیدا کردن، نوع آتش گرفتگی که در سایت ها وجود داره، نوع شکستگی کوزه ها، اینا متوجه شدن که نه، اینا یک اختلافات درونی بین خودشون بوده و همین اختلافات باعث شده که یکی به خاطر این قضیه و دومی بسته شرایط آب و هوایی به سمت جنوب حرکت کنن. یعنی باز هم نقش شمالگان به عنوان گروه مخرب که قبلها خیلی روش مطرح بود رد شده. در مورد ایلامی ها هم خب می‌دونیم که آخرین قتل عامی که در توسط ایلامی ها شد اتفاقا توسط آشوری ها بود دیگه، آشوری منیپال. بله آشوری منیپال میگه من 7 روز و فکر کنم دقیقا 7 روز اگه باشه نمک پاشید بر روی زمین، همه مردانشان را کشتم و زنانشان را به اسارت بردم و تمام حالا غنایمی که به خدای انیل تقدیم کرد، یعنی به نوعی آخرین قتل عام شد. ولی ما میدونیم که بعدن اینا همونجوری که جناب مدی گفت، درست استقلال خودشون رو به عنوان یک حکومت یا امپراتوری از دست دادن، ولی همیشه و در تمام اتفاقا رونق بسیاری گرفت شوش در زمان هخامنشیان. یعنی اینها با اینکه یکی از آبادترین ایالت‌ها یا ساتراپ‌های هخامنشی شدن، از نظر کشاورزی تمام ساتراپ‌های هخامنشی رو به نوعی تامین می‌کردند، از نظر فلزی بسیار رشد کرده بودن، منطقه لیان و منطقه انشان مرکز فلز بود، البته یک منطقه هم اینا داشتن در نزدیکی عمان که خب سلاح‌های هخامنشیان و بعدها امپراتوری دیگر تعمیم می‌کردن. اینها نابود نشدن جناب فرتیکو، اینها حل شدن در امپراتوری هخامنشی به عنوان یک ساتراپ. و شوش ببینید، ایلام یواش یواش اهمیتش رو ما تو سوسیانا یا شوش داریم می‌بینیم، یعنی می‌بینیم که یواش یواش اون منطقه هستش که خیلی اهمیت پیدا میکنه. و جالبه که انقدرم اینا از نظر فرهنگی تأثیر میدارن بر روی ایرانیان که اگر شما نگاه کنید در زمان هخامنشیان انقدری که ما آثار از هومبان خدای خدایان، یعنی اولین خدا یا خدای ایلامی میبینیم، ما از اهورامزدا نمیبینیم. این نشون میده که تأثیر اونها بسیار زیاد بوده. روحانیان مذهبی ایلامی در تمدن ایران نقش خیلی زیادی داشتن، بعد از مرغاب بسیار از مراسم خود اینا اجرا میکردن. این نشون میده که اینا نابود نشدن، بلکه جزوی از امپراتوری هخامنشی شدن. یه مورد آخرم من بگم در مورد این صحبتی که دوستان خیلی من میشنوم میگن قوم ماده یا قوم پارس، من این کلمه رو قبول ندارم. به نظر من اینا اتحادیه بودن. ببینید اینها از قبایلی بودن که دور هم جمع می‌شدن و یک اتحادیه رو تشکیل می‌دادن. ما چیزی به اسم قوم اینجوری که امروز داریم تعریف می‌کنیم در اون زمان نداشتیم. کلمه قوم به نظر من چیز متأخریه. بارها گفتم اینو سعید، من ببین قوم نیستن، پارس پرشین قوم نبودن، 10 تا قوم بودن و خود مادی‌ها 6 تا قوم بودن که اینا با هم دیگه کانفدرشن ایجاد می‌کردن. اونو 10 بار گفتیم. یعنی قضیه هخامنش یک کلن یا طایفه‌ای از پاسارگادهی، قبیله پاسارگاده، خودم این پاسارگاد میگفتن دیگه، پاسارگادهی بود از خود اولد ایرانیان، پروتو ایرانیان، یعنی اینطوری با بگیم بهتره. اینا رو خیلی میکس میکنن و میگن قوم بوده، یعنی مثلا انگار که همه‌شون از یک نون آدم های اتنیسیتی بودن. اینا غلط، این حرف واقعا خنده داره. من نمیدونم قرن 21 باید چیکار کنیم از دست این آدم ها. برای به این که این همه کتاب نوشته شده، من نمیدونم حالا فردریکو داره درسش رو میخونه، ولی واقعا من بگم فردریک انقدر کتاب از ایلامی ها نوشته شده تازه که تو این 10 سال اخیر ماری گاریسون و آقای مایده و جکوب دل و آقای موتر هنکلمن و دانیل پاتس و اینا متخصص های ایلام شناس هستن. مونز و نمیدونم چرا هیچکی نمیخونه اینا رو و چرا هیچکی اصلا مطالعه نمیکنه. متأسفانه به زبان فارسی نیست. و فردریکو شما اینا برو به این دانشگاهتون بگو، بگو بابا زده بیشتر مطالعه کنن، بیشتر کتابای جدیدو بیارن ترجمه کنن که مردم بیشتر اطلاعات پیدا کنن. واقعا اون دیدگاهی رو به ایلامی ها و هخامنشی و ایرانی اصلا عوض شده این دیدگاه، یعنی اون دیدگاه قدیم وجود نداره، رفته بیرون. ما الان اصلا یه سری جدیدی پیدا می‌کنیم که کم تعصب داشته باشیم و بیشتر چشمونو باز کنیم. بفرمایید.
بله سپاسگزارم از شما از سعید عزیز از فدریکو. فدریکو ممنون که مرسی. سپاس. ممنونم خیراتمند عزیز، تشکر، شما دوست داشتید همیشه به ما. ممنونم از عزیزانی که تا این لحظه همراه ما بودن. حالا من فکر کنم دیگه مدیریتورهای عزیز دیگه مطلب خاصی نباشه. فقط دوستان عزیز سپاسگزارم که تا پایان ویدیو همراه ما بودین. اگر ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنید، اگر دوست نداشتین دیسلایک بزنید. نظر، پیشنهاد، انتقاد خودتون رو حتما توی قسمت کامنت ها بنویسید. همین لایک زدن های شما باعث میشه که ویدیو توی الگوریتم یوتیوب بالا بیاد و تعداد بیشتری از مخاطبین بتونن به ویدیو دسترسی داشته باشن. دوستانی که در خارج هستن میتونن برای حمایت کانال یا دکمه جوین یا دکمه تانکس رو بزنن و به هر مقدار که دوست داشته باشن کانال رو حمایت کنن. سپاسگزارم از لطف و محبت همتون. دوستانی هم که تازه تشریف آوردن، وقتی که سابسکرایب میکنید اون زنگوله رو هم بزنید تا نوتیفیکیشن ویدیوهای جدید براتون ارسال شه. خیلی مخلصم، دم همتون گرم.